بفرمایید دوست. ممنونم، عرض سلام دارم خدمت دوستان و خوش آمد میگم خدمت شما. امروز در خدمتتون هستیم با یکی دیگه از جلسه های هماندیشی کمیته پژوهش، و امروز ما یک برنامه ویژه داریم به مناسبت آغاز 23 سال فعالیت کانون، و اینکه در خدمتتون هستیم با حضور آقای منوچهر شفایی عزیز از بنیانگذاران کانون دفاع از حقوق بشر در ایران و در اصل بنیانگذار کانون، که امروز خواستیم که در خصوص این جلسه برنامه ریزی کردیم که بیایم و این یک توضیح و بررسی داشته باشیم در مورد این 22 سال فعالیتی که در کانون وجود داشته. و خب همینطور که میدونید خود دوستان هم هستن و تک تک این عزیزانی که در این جلسه حضور دارن و اعضای کانون هستن، هر کدام سهمی در این فعالیت 22 ساله داشتن که خوشبختانه خب کانون به یک جاهایی رسیده که الان در حال حاضر یک کارهایی داره انجام میده که خیلی هم ویژه است هم خاصه، چون که ما صرفاً جهت آگاهی رسانی و فعالیت‌های حقوق بشری داریم فعالیت می‌کنیم، و این خودش یک به نظرم امتیازه، چون که نیاز جامعه امروز کشور ماست. در خدمت آقای شفایی هستیم. آقای شفایی، اگر که آماده هستید ما شروع کنیم با شما و یک توضیحات مختصری ابتدا شروع کنید با یک توضیحات مختصر، و بعدش باز اگر که اجازه بدید در بین صحبت‌های شما اگر دوستان باز میتونن اگر اظهار نظری داشتن انجام بدن، و بعد دیگه کلی شما شروع کنید به صحبت کردن. بفرمایید آقای شفایی، مایک در اختیار شماست. خب دوستان، من سلام میکنم خدمتتون و ضمن سلام یه تبریک میگم به جمعمون، به جمع همکارامون در کانون، و تبریک میگم به همه دوستایی که از ابتدا با ما بودن یا حتی بین راه رفتن کارهای دیگه ای داشتن انجام دادن. تبریک میگم بهشون، چون با تلاش همین همکارا از ابتدا باعث شد که یک کانونی یواش یواش شکل بگیره و خب طبیعتاً مشکلاتشو برطرف کنه و بتونه به یک مرحله برسه که الان خودتون دارید میبینید که یک تیم بسیار قوی، منسجم و با تلاش شدیم در واقع. من ابتدا صحبتم رو همین جوری شروع کردم که تبریک بگم، که کمان که میخواستم آخر به همه تبریک بگم، ولی از اول تبریک میگم، چون حقیقتاً یک تیمی شدیم که عملاً 21-22 سال تجربه پشت سرشه و با این تجربه‌ای که داره خوشبختانه تونسته این اطلاعات رو جمع‌آوری کنه، نگهداری کنه. الان اکثر ارگان‌ها و سازمان‌ها و کسانی که علاقمند به تحقیق هستن میتونن یک تاریخی رو داشته باشن، یعنی کسانی که دوست دارن راجع به وضعیت ادیان در این آندازی و زنان، کودکان و و و و به اصطلاح ببینن چه اتفاقای افتاده، به راحتی میتونن از این مجموعه ما جمع‌آوری کنن، چه از اطلاعاتی که از سال 2000 و فکر کنم 12 تو این سایت و از سال 2007 یا 2006 هم در سایت قبلیمون که هست، و حتی اون سایت که ابتدا شروع کردیم باش کار کردن از سال 2001 هم در واقع بخشیش وجود داره و به صورت بایگانی هم خودم دارم، هم در واقع توی سایت ها میشه دید. یعنی میشه یه مجموعه ای از اطلاعات از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران در واقع ما میتونیم به شما ها برید پیدا کنید ببینید، و این جزء میتونه جزء افتخارات باشه برای یک مجموعه ای که داره کار انجام میده. در واقع یک تاریخی رو ثبت کردیم از یک نگاهی.
جناب پرویزی اگر دوستان سوالی مطلبی هست بگید، موضوعی دارید بگید تا من بتونم بقیه صحبتامو شروع کنم. ممنونم آقای شفایی عزیز، مرسی از همین توضیحات مختصر که حالا در ابتدا گفتید، خیلی عالی بود و ما فکر میکنم که تمامی پروسه ها و مراحلی که در کانون طی شده همه به عنوان یک، حتی در خود سایت و آرشیو وجود داره که دوستان میتونن ازش استفاده کنن. دوستان اگر که کسی تمایل داره صحبت کنه و اگه سوالی داره در مورد کانون در ابتدای کار، میتونه الان بپرسه، فرصت مناسبیه که این وقت در اختیارشون قرار بدیم. فقط اگر سوالی هست خواهش میکنم که تایم رو رعایت کنید، یعنی سوال فقط سوال باشه و توضیحات رو حالا بعد دوباره در ادامه آخر کار حتما اجازه میدیم که دوستان حتی اگر خاطره ای دارن، نظری دارن یا پیشنهادی دارن میتونن اونجا مطرح کنن. اگر که سوالی هست بفرمایید، اگر که نه باز میتونیم ادامه بدیم با آقای شفایی. خب آقای شفایی عزیز، فکر میکنم کسی سوالی نداره. من فکر میکنم به عنوان شروع برنامه، آقای شفایی از ابتدا شروع کنید. چی شد که اصلا تصمیم گرفتید که کانون رو راه اندازی کنید؟ به کجا رسید؟ اگر بتونید اینها رو هم توضیح بدید به نظرم خالی از لطف نیست. در خدمتون هستیم، بفرمایید. بله مرسی. من میتونم اینجوری شروع کنم. کانون در فوریه 2000 در واقع در شهر برمن به ثبت رسید. البته تاریخی از قبل داره، یعنی در سال 96 در دهه 90 در واقع گروه های چپ در تلاش بودن که از طریق حقوق بشر در واقع یه بخشی با آدم ها ارتباط پیدا کنن، به خصوص با جامعه پناهجو که بتونن جذب نیرو بکنن. و این کانون دفاع از حقوق بشر در ایران هم جز اون برنامه هایی بود که یک گروهی در واقع توسط که از نماینده هاشون، حالا نمیخوام اسمون رو بیارم، تشکیل داده بودن. 3 سال 4 سال تقریبا این کار رو انجام داده بودن و بعد از اینکه در واقع این من وارد آلمان شدم، حالا به دلایلی که مجبور شدم اعلام پناهندگی بکنم، همون ماه اول من متوجه شدم که اصلا وضعیت به هم ریختی توی جامعه پناهجویان به خصوص ایرانی ها هست. چند تا مطلب بود. یکی این که با همه حرف نزنید، همه جاسوسن، با تلفن وقتی صحبت میکنید دارن گوش میکنن شما رو، با هر کسی، با ایرانی را نرید. این چیزهایی که توی مد بود تو های ما، شما هم میدونید، یعنی هر متون این دوره ها رو گذروندید و آشنا هستید به این کلمات. من حقیقت خیلی به هم برخورد و دیدم که اصلا اینجا بحث انسانیت و رفاقت و دوستی دیگه وجود نداره. یعنی من با هر کی سلام علیک میکنم باید ازش درم، هر کی میخوام بگم حالا چطوره باید فرار کنم ازش. خب این که نشد، طرز همکاری، طرز زندگی کردن، حالا این تو خارج از کشوره آدم های محدود، حالا میخواییم فردا برگردیم تو کشورمون چگونه میخواییم با هم زندگی کنیم؟ این یه سوال بود برا من که من خوشبختانه هم اتاقی که داشتم عضو این گروه بود و به من گفت ما با این گروه کار میکنیم، چه خوب، حقوق بشر عالی، بریم ببینیم چه خبره. ما جلسه اول که در ما، من چون نوام وارد آلمان شدم، اولین جلسه رو در واقع در ژانویه رفتیم. در همون جلسه صحبت شد، بعد من گفتم که خب ما چرا نریم ثبت بکنیم رسمی. گفتن آقا رسمی خواد بشه باید 8 نفر باشیم، باید نمیدونم اینجوری باشه، اینقدر بار مالی داره، اینو داره، اینو داره. و همونجا من اصرار کردم که ما در فوریه رفتیم و اعلام کردیم به مثلا نوتار که ما میخواییم این کار رو انجام بدیم و 2 نفر دیگر هم اصلا بچه های هایم من آوردم، شدیم 8 نفر و رفتیم ثبت کردیم، یعنی شروع کردیم به ثبت کردن. خب این شروع کار بود. خب طبیعیه، یکی از مواردی هم که عنوان کرده بودیم ابتدا که حتما مسئولینه که 3 نفر هیئت رئیس هستن، اینا حتما باید با اجازه اقامت داشته باشن.
خب ما 3 نفر در واقع از بچه‌ای که اقامت داشتن اومدن، مسئولیت رو پذیرفتن، شروع شد به کار کردن. اما از اونجایی که این در واقع هنوز حقوق بشر رو جامعه به اون صورت نمیشناخت، جامعه ایرانی نمیشناخت، یعنی اون جامعه‌ای که اونجا دور هم بودیم نمیشناختن، بحث میشد، صحبت میشد، حتی به مرحله رسیده بود که مثلا اون مسئول گروهمون، مسئول اون کانون در اون موقع اومد اعلام کرد که ما حقوق بشر هستیم و چپ، که خب مورد اعتراض من قرار گرفت. گفت نه، اگه ناراحتی میتونی بری. گفتم نه من هستم، چون ما اساسنامه داریم، شما اگه ناراحتید میتونید برید، یعنی چون ما چپ نیستیم. بحث شد و قانعشون کردم که ما با چپ فاصله داریم. چرا؟ چون وقتی حقوق بشر میخوایم بگیم و میخوایم بگیم چپ، یه سری اتفاقا میفته. در چپ مالکیت خصوصی وجود نداره، پس این عدم مالکیت خصوصی یه سری از حقوقی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر گفته شده، این آزادی ها بین میره. زمین که ماده اصل ببخشید ماده 17 مونم در واقع در اعلامیه جهانی حقوق بشر این بحث رو میکنه. سر این موضوعات یه خورده تنش ایجاد شد، فاصله ایجاد شد، که به مرور من بدون این که بخوام مسئولیتی داشته باشم کاری انجام بدم، یه سری اختلافات بین بچه ها و مسئول افتاد. اون موقع مثلا از 8 نفر شدیم 9 نفر، 10 نفر، 15 نفر، تا سال 2003 در واقع که به هم ریخت مقداری. اون مسئول رفت، یکی دیگه اومد، اون رفت و یه اتفاقای ویژه افتاد که وقتتون رو نمیگیرم و انرژیتون رو هدر نمیدم. از سال 2003 من مسئول کانون شدم، حتی قبلش مسئول روابطومی بودم و یه سی بامزه که الان یه بزنم رسید. مسئول قبلی وقتی رفته بود بیرون به دوستان مطرح کرده بود که من افتخارم اینه که ظرف این 2 سالی که با شفای کار کردم اجازه ندادم کمیته هایی رو که اون را انداخته بود من بذارم کار بکنم. ما کمیته زنان، کمیته روابط عمومی و کمیته کودک، نه زنان و تبلیغات، این 3 تا کمیته رو اندازی کرده بودیم ولی نذاشت کار کنیم دیگه. یعنی اصلا هیچی به هیچی، یعنی فقط اونم مثلا دیگه بچه ها رأی دادن و مثلا 14-15 نفر بودن بله ما موافقیم، به این سقف بود. به هر حال منظور این که به دلایلی من شدم مسئول کانون و شروع کردم دیگه، دستم باز بود، شروع کردم به درست کردن نمایندگی ها. کمیته هامون رو اندازی کردیم، مثلا همون موقع ما بلافاصله نمایندگی درست کردیم برای اولدنبورگ، نمایندگی هامبورگ، نمایندگی گوسلار، اینا ایالت های نزدیک ما بودن، زاکسن آنهالت، بعد از اون ور تورینگن ما یه گروه داشتیم و اینا رو ما شروع کردیم درست کردن به صورت نمایندگی هایی که در داخل آلمان بودیم. و سبک کارمون هم این بود که ما از اول هم اصرار داشتیم که اولین یک شنبه هر ماه دور هم جمع بشیم. من این دور همی رو تبدیل کردم به مجمع، یعنی میگفتم آقا دور هم جمع شیم چای بخوریم که فایده نداره. اینو یه پوزیسیون قانونی و قاعده بهش میدیم که بر همین اساس ما بتونیم کارمون رو انجام بدیم. خب ابتدا که شروع کردیم به کار، چون چند تا نمایندگی شد، قرار بود همه بیان شهر برمه، چون جا داشتیم اونجا دور هم جمع بشیم و جلسات رو در اونجا برگزار کنیم. یواش یواش نمایندگیامون بزرگتر شدن، رفتن جا گرفتن، بعد تقسیم کردیم. مثلا گفتیم این ماه در هانوفر، ماه دیگه اولدنبورگ، گوسلار، برانشواگ و زاکسن، ماگدبورگ. همین جوری جلسات رو میذاشتیم و حتی در تورینگن که میرفتیم شرکت میکردیم، شکل به این سبک عمل میکردیم. یه 1 سال 2 سالی بعد دیدیم خب جمعیت زیادیم، 60-70 نفریم، تا بخوایم بریم و بیایم خب اذیت میشن. اومدیم یه طرح دیگه ای دادیم، اومدیم گفتیم آقا ما در سال 4 جلسه عمومی خواهیم داشت در پایان هر فصل و بقیه رو هیئت مسئولین به هیئت مدیره دور هم جمع شدن، مسئول کمیته ها، مسئول نماینده ها، حدود 20-27 نفر جمع میشدیم هر ماه. بعد هر ماه توی شهری باز جمع می شدیم ولی رؤسا بودیم که تصمیم گیری کنیم برای ماه آینده. خب این در واقع ما عملا تا سال 2007-8 حتی 9 هم اکثرا هم دیگر می دیدیم، چون اصلا قرار. بعد یواش یواش داستان اینترنت بیشتر شد دیگه،
یک پالتاکی شروع شد، بعد دیگه اول هم کسی نمیخواست بیاد، بعد یواش یواش پالتاک شروع شد، پالتاک و حضور رو و به اشکال مختلف که دیگه خودتونم بعدی حتما دیگه میدونید که بعد از پالتاک دیگه تبدیل به زوم و شکل جلساتون به این شکل تغییر کرد. حتی ما جلسات حضوری هم داشتیم. ما یه زمانی رسید که یه چیز نزدیک 30 خوردهی نمایندگی داشتیم و هر نمایندگی هم میخواست یه جلسه برگزار کنه، یعنی ما باید 24 ساعت فقط پای جلسه میشستیم. اومدیم جلسات رو نمایندگی رو تبدیل کردیم به ایالتی کردیم. خب مثلا نیدرزاکسن، نمیدونم زاکسن آنهالت، نمیدونم نوردن وستفالن و اشتوتگارت که حالا اسم مثلا قسمت جنوب آلمان بود. و بعد اومدیم مثلا چند تا از کشورها که مثلا جمعیتشون بیش از پس دانمارک، مثل سوئد، نروژ شروع کردیم، بعد اتریش، یه سری کارهای اینجوری کردیم. خب بعد خودتون میدونید که سال گذشته همین موقع ها ما باز دیم به یه بنبستی داریم میرسیم، برای اینکه اون موقع هم یه سازی که 18-17 تا نمایندگی شد، دیدیم خب همین هم جمع کردنش خیلی سخته، چون ما در ماه 17-18 تا نمایندگی، نزدیک 9 تا کمیته، خب یه چیزی نزدیک باز 24-5 تا باز جلسه، یعنی بازم دیدیم در واقع به دلیل گسترش باز شدنی نیست. و اومدیم یه تغییراتی ایجاد کردیم که کردیم به صورت نمایندگی رو منطقه‌ای کردیم که ما بتونیم در واقع راحت‌تر جلسات رو برگزار کنیم. من علتی که اینا دارم مثال میزنم، خواستم ببینم بهتون بگم که این حاصل حرکته. ما یک حرکت مستمر داشتیم، به مرور اشکالامون رو پیدا کردیم، تلاش برای برطرف کردن کردیم، تلاش برای این کردیم که بدون چه راهی بهتره، و این در واقع رشد کانونه. یعنی میخوایم بگیم که این کانونی که جلساتش با 7-8 نفر در یک محیط کوچک شهر برمن تشکیل میشد حرکت کرده، الان رسیده به این که خیلی جاها هستیم و اصلا منطقه‌ای داریم کار میکنیم. یعنی تو هر منطقه هم حالا داریم 70-80-90 چه میدونم 40-50 نفر دارن کار میکنن. حالا این در واقع خودش یک گویای یک حرکت منطقیه. میخوام بگم که حاصل یک سری تجربیاته. در هر بخشی همینیم. یعنی چون ما 22 سال مستمر تلاش بچه ها کردن، مستمر کار شده، مستمر فکر شده، بالا رفته، پایین رفته، ایبا برطرف شده، این امتیازیه که در این کانون وجود داره و مطمئنم معتقدم که همینجور ادامه خواهد داشت. یعنی اگر الان ما یک کوچولو حرکت دیگه بکنیم، یه جایی برسیم ببینیم اینجا یه مشکلی داریم، بلا فاصله با همفکری هم دیگه، با پیشنهادهای هم دیگه میتونیم این مشکل رو برطرف کنیم. من تعمدن این بحث اولیه‌مو به این سبک شروع کردم که ببینید ما چه حرکتهایی کردیم، چه تکونهایی خوردیم، چه صدمه‌هایی دیدیم. من یه خاطره با مزه تعریف کنم براتون دوستان. ما چون جلساتمون رو حضوری میذاشتیم، من خودم خیلی آدم هم زودرنج، هم اینکه هر کاری باید به موقع تمیز سر جاش انجام بشه، جلسه ها رو که برگزار میکردیم گفتیم آقا ساعت 2 جلسه مثلا میخوایم در شهر اولدنبورگ برگزار کنیم، باید بچه ها هم از یک یکونی میومدن، حتی مثلا ما اونجا حتی تدارک قضا میدیدیم، امکانات آماده میکردن و همکارامون تو منطقه. کسی که دیر میومد ناراحت میشدم، کلافه بودم، همه هم میدونستن که من عصبانی میشم اگه دیر بیاد و اینا. خب بچه ها میخواستیم شروع کنیم، گروه برمن نرسیده بود. مسئولش دوستی داشتیم اسمش علیه، زنگ زدم بهش تلفنی، بعد 2-3 تا تلفن جواب داد و علی کجایی تو لامصب، یه رو به دیر شده، تو راهی چیکار میکنی جناب؟ برگشت گفت آقا با خدا قطار پنچر شده. قطار پنچر شده، یعنی اصلا حیوانکی. یعنی میخوام بهتون بگم که اینا در واقع، حالا حرکت من بد بود، من نه که تایید کنم، خودم تایید نمی کنم، ولی اون تعصب برای اجرای کار و آگاه کردن همکارامون که ما با تعصب و با انرژی خودمون میتونیم موفق بشیم، با بیخیالی به هیچ جا نمیرسیم. اگه بگیم حالا بابا ولش کن، نشد خب نشد که نشد،
اینا رو من فقط برای تجربه میاد اومد و ازش عذرخواهی کردیم، حالا بحثی نداره چون من داد داشتم میزدم اینا. حتی به مرور خود منم تغییر کردم، الان هم زیاد سرسدا نمی کنم، هر کی میاد جلسه میاد، هر کی نمیاد نمیاد، یعنی در واقع. ولی خوشحالم که الان به یه جایی رسیدیم که دوستان سر ساعت، حالا حد اکثر با 4 دقیقه تأخیر شروع میکنن، تمام مجمع ما سر ساعت 2 شروع میکنه و این خودش یک پوزه برای من. یعنی ما که جر میدادیم خودمونو که آقا چرا نیومدی، چرا نیم ساعت دیر اومدی، ما که از راه میومدن و هر جوری، الان دوستان سر ساعت جلسه شروع میشه، یعنی اینو پذیرفتیم که ما باید انضباط داشته باشیم. اینا رو من در واقع مثالی که میزنم فقط برای این که بدونیم که چگونه میتونیم روز به روز غنی‌تر، روز به روز بهتر بشیم. من غیر از داستان مجمعی که عرض کردم، تشکیل شدن کمیته همون هم جالبه، یعنی شکل گیری کمیته ها جالبه. خب ما تو گروهی که داشتیم عملا 50% از همکارامون خانوما بودن. ما اولین کاری که کردیم علاوه بر روابط عمومی، چون خود من مسئول روابط بودم اول، علاوه بر اون کمیته زنان رو راه اندازی کردیم. بعد از کمیته زنان توی جلسات، بعد از اینکه دیگه من مسئولیت گرفتم، چون قبلش تکون نمیخوردیم، مسئول زنان انتخاب کردیم، بعد کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان رو شروع کردیم. بعد از اون عرض کنم که 2 سال بعد، آره 2 سال بعد کمیته کودک رو اندازی کردیم. بعد از کمیته کودک جوان و دانشجو. جوان دانشجو هم خیلی جالب بود رو اندازیش، چون ما ابتدا مثلا کسی که ابراز تمایل میکرد برای یک کاری، ما میگویدیم خب باشه بیا، ولی یه دوستی که دانشجو هم بود، از ایران تازه اومده بود و بعد یه مقدار من کمکش کردم تا تونست پاس و اقامت شناشو بگیره، اومد گفت من دانشجو جوان و دانشجو هم راه اندازی میکنه. امروز با ما شروع کرد، جلسه دوم نیومد، جلسه سوم نیومد، کپ کرد. بعد فهمیدیم که بچه های شاهنشاهی اومدن برش داشتن، بردنش بهش تلویزیون دادن، گردشش بردن تو جیبی دادن. خب یه چیزی هم بعد اون موقع حق عضویت بعد به ما میداد، دیگه نیومد پلو ما. یک کمیته مون رو دست ما، ما این کمیته رو بالاخره راه اندازی کردیم، کمان کلان هم هست و داره کار میکنه. و از اون به بعد تصمیم گرفتیم اگه قرار کمیته راه اندازی بشه، حتما بایستی عضو بگیره، خودش 7-8-10 تا عضو داشته باشه، بلد باشه چجوری این کار رو بکنه. نمونه جالبش خود آقای حسنزاده دوستمون هستن که کمیته ورزش رو اندازی کردن و با همت ایشون در واقع، یعنی من شخصا علاقه، نه که علاقه نداشتم به این کمیته، علاقه نداشتم که کار جدید شروع کنه، چون این کار جدید نیرو میخواد، اگه نیرو کم بیاره کپ میکنیم دیگه، نه این نمیخوایم باعث بدنامی ما بشه. خب بعد از به اصطلاح جوان دانشجو، ما کمیته عرض کنم که فکر میکنم اقوام رو اندازی کردیم، الان یادم افتاد، کمیته اقوام. و بعد از اقوام دیگه چند سالی با همینا کار کردیم که بعد کمیته هنر رو اندازی کردیم و محیط زیست و بعدش هنر و دانشجو، ببخشید ورزش. خب این شکلی کمیته هم حاصل تجربه است. من اینایی که دارم تک تک میگم، خب اینا رو همه رو دارید میخونید، ولی مهم اینه که ببینید هر کدوم اینا حاصل یک تجربه است. هر کدومش که تشکیل میشه یه سری نیرو میخواد، یه سری امکانات میخواد، سایت میخواد، آموزش میخواد، و این اون چیزیه که در این کانون به زیبایی و به خوبی اتفاق افتاده و باید اتفاق بیفته. و اینو شما بدونید که هر کاری دارید میکنید با حرکت‌های خود شماست، دونه دونه میره جلو. اگر یه روزی آقای حسنزاده نامی پیشنهاد ورزش رو نمیداد، ما کمیته ورزش نداشتیم. اگر اون آقای، حالا اسم دوستمونم دانشجو یاد، اگر اون پیشنهاد نمیداد نداشتیم، تعارف هم نداریم. و حتی کمیته ادیان، خانم آریانپور بود کمیته کودک و ما را اندازی کردیم. میخوام بگم هر کدوم اینا عمل کرده تک تک شما هاست. یعنی الان هم شما تو این کانون که حضور دارید و دارید تلاش میکنید،
خودتون صاحب ایده هستید، ایده هاتون رو منتقل کنید که بر اساس ایده شما بتونیم اون رشدمون رو ایجاد کنیم. اینه که این قضیه کمیته ها همین حاصله، یعنی نمایندگی هامون، کمیته هامون، جلسات مجمعمون، اینا حاصل این تلاش هایی که انجام میدیم. و ما حتی مجمع عمومی که داریم برگزار میکنیم هم همین حالت رو داشت. ما اول مجمع عمومی مثلا نداشتیم، همین خودش رو انجام میدیم تمام میشد. بعد فکر کنم سال 2007 بله در هانوفر یه جلسه حضوری گذاشتیم به عنوان مجمع، به عنوان کنگره، جمعاً 27 نفر شرکت کردن. اتفاقاً آقای گلزار هم دعوت کردیم اومدن و برگزار کردیم، مثلا دو تا سه تا لوح دادیم. سال بعد رسید به یه جایی که مثلا 3 سال پیش ما 118 نفر تو اون جلسه حضور داشتن، یعنی فیزیکن حضور داشتن، حالا من اونایی که خارج از کشور بودن، تو اینترنت بودن. یعنی میخوام بگم ایناست که یواش یواش کمک میکنه به رشدمون، کمک میکنه به آگاهی بیشترمون و کمک میکنه به داده های بهتری برای بیرون. ما توی این دوره هایی که گذروندیم خب اتفاقای جالبی هم افتاده بین اینا. مثلا یکی از اون اتفاقات دادگاهی بود که در شهر برمه سال 2004 برگزار شد. یکی از همکارای ما که بالا اسمش اصلا مهم نیست، ایشون میره دادگاه قبولش میکنه، بوندسامت ردش میکنه، میگه اینا یه سری گروه هایی هستن که فقط در شهر هانوفر دارن فعالیت میکنن، دوتا عکس میگیرن میان ما پاس میدید بهشون. و اعتراض کرد، 24 تا گروه و اعضا رو که اینا رو داشتن اینا رو رد کردن، یعنی این گروه ها، سازمان ها دیگه در اون شهر اعتباری برای دادگاه ها نداشت. خب دادگاه عالی برگزار کردن. در اون دادگاه عالی خب به هر حال منم دعوت کردن به عنوان نماینده کانون و من شرکت کردم. در اونجا خیلی مفصل صحبت شد، یعنی نزدیک 2.5 ساعت با اون آدمی که رد شده بود از اون سوال جواب کردن. بعد منو دعوت کردن به عنوان شاهد که بیایم صحبت کنیم. اونجا چند تا بحث پیش اومد. تو این بحث‌ها یکی از سوالاشون این بود که خب شما مثلا این آقایی که اومده اینجا میشنه، حالا این آقا کسی بود که توهین کرده بود به من، جز آدمایی بود که ما کانون بیرون کرده بودیم، فحش داده بود و گاهی مواد میزد، دیگه حواسش نبود، یه سری دریوری گفته بود و ما هم اخراج کردیم، یعنی هیئت رئیسه بیرونش کرده بود. ولی وکیل به من نامه داد، من گفتم برای من شخص مهم نیست، برای من این کانون مهمه، حالا اون شخص هم اگه توی این قضیه کمک بشه خب چه بهتر، اشکالی هم نداره. ما رفتیم توی دادگاه، اولی سوالی از من کردن گفتن این آقا رو میشناسی؟ گفتم خب بله. ایشون فامیلتونه؟ گفتم خیر. ایشون دوستتونه؟ گفتم خیر. از قدیم دوست بودین؟ گفتم خیر. خب چجوری آشنا شدید؟ خب ایشون اومد عضو کانون شد، ما آشنا شدیم. خب ایشون سمتشون در ایشون آیا رئیس کمیته تبلیغاتم؟ گفتم که خیر، برای که رئیس کمیته تبلیغاتون یا آقایی الان اینجا توی جمعیت 30-40 نفر اومده و نشسته بودن، بچه های کانون و گروه های دیگه. گفتم ایشون هستن. خب ایشون رئیس کمیته تبلیغات نمایندگی برمن هست؟ خب من نمیدونستم بگم هست یا بگم نیست، چون نبود. خب حتما یه چیزی اون گفته بود. من تنها کاری که کردم گفتم که من نمیدونم. یکی دیگه، چون 5 تا قاضی بودن، میخوام جالب دوستانی براتون بگم، یکی از قاضی ها برگشت گفتش که خب شما که یه ماه و نیم از برمن رفتید به هانوفر، چطور نمیدونید؟ بعد من بهشون گفتم که فکر میکنید یک مدیر یک جریانی بایستی بدون اینا کیان؟ برای اینکه ما 24-5 تا نمایندگی داریم، کمیته داریم، علاوه بر اینا ما ارگان ها، سازمان های مختلفی هستن داریم باشون همکاری میکنیم. من 6 ماه پیش کنگره دانمارک رفتم، این متن سخنرانیم، این کنگره انگلیس سوئد، اینم متنش و اینم متن مال
کنگره که در بلژیک انجام شده بود آوردن. گفتن این متن هم به فارسی هم آلمانی هم انگلیسی اینجا هم شرکت. من چه میدونم که مثلا مسئول کمیته نمایندگی من خیلی وقت بکنم بتونم با مسئول نمایندگی در هر مثلا دو ماه یه باری که همگر ملاقات میکنیم چهار دقیقه حرف بزنم. اصلا جو عوض شد، شکل عوض شد، فرم عوض شد و خوشبختانه پذیرفتن حرفای ما رو و حالا کاری ندارم، به من ارتباطی نداره گروه های دیگه. از این مجموعه ای که رد شده بودن فقط ما رو پذیرفتن که اون حکم دادگاه عالی هم شما داری و دیدید. میخوام بگم که عملکرد سالم، پشت کار، پیگیر بودن، حواس جمع بودن میتونه اون چیزی که شماها و من دلمون میخواد داشته باشیم و همینا باعث شده که ما وقتی که داریم کار میکنیم بتونیم به اصطلاح از نظر اعتماد به نفس به خودمون، یعنی این چیزیه که باید خودمون رو باور داشته باشیم، مبنا رو بر این نذاریم ای فلان جا ما داریم مثلا آدمی که داره با ما کار میکنه بعد یهو یادش میفته ای فلان گروه رفته دم مثلا فلان جا داد بیداد کرده پاشیم بریم دنبال اونا داد بیداد کنیم که مثلا بخواد یه امتیازی بگیره از نظر کاریش. در صورتی که شما ای خودتو باور داشته باشی باور تو رو به موفقیت میرسونه. خب من دیدم سوالی هست، آقای یگانه سوال دارن، من آزاد میکنم. آقای پرویزی شما مدیریت. مرسی آقای شفایی، دستتون در نکنه. حالا من خودم هم یکی دو تا سوال برام پیش اومده، ولی خب آقای یگانه دستشون بالا کردن، سوالشون بپرسن یا اگر نظری هست بفرمان، بعد اون رو در ادامه در خدمتتون هستیم. دوباره آقای شفایی. آقای یگانه مایک در اختیار شماست. خیلی ممنون از شما جناب پرویزی و آقای شفایی بابت توضیحاتی که دادن در مورد کان. و جالبه که ما هر دفعه که این دور همی رو میگیریم و در مورد کان بحث می‌کنیم خاطراتی رو میگن که قبلا نگفتن. بعد فکر میکنم حالا کل 22 سال رو بخوام یک کتاب در به قولی خیلی عالی میشه که چجوری بود شده. و من حال داشتم صحبت کردم که دوستان سنگ پراکنی میکنم. شما میدونید و ما هم میدونیم که الان تقریبا شاید دو هفته پیش باز دوباره کام زده شد، باز دوباره شد. سوال من اینه که مثلا یک نفر میاد 22 سال این همه انرژی میذاره، این همه به قولی سخت کشه، ولی باز خسته نمیشه، باز سعی میکنه پیش بره، باز که حالا این دلسردیایی که پیش رو ندید بگیره، چون بالاخره هر ابری داره جوری است. ولی خب جوری که ما داریم هر سال اتفاق میفته یا دوستانی میان خیلی نزدیک میشن، خیلی انرژی میذارن، ولی آخر کار وقتی شما که حالا یه بحثایی میکنن، یه حرفایی میزنن که آدم رو به اتهام میکشونن که شما داری اینجا چه کار میکنی، شما احتمالاً مأمور جمهوری اسلامی هستی یا نمیدونم از این صحبتایی که همیشه. ولی چطور اتفاقی میفته برای شما بعد از 22 سال این دردی پیش نیومده هنوز؟ ممنونم، من مایک آزاد میکنم. مرسی آقای یگانه عزیز. تقریبا یکی از سوالات خودم هم همین بود که حالا شما پرسید و زحمت کشید گفتید. آقای شفایی بفرمایید، در خدمتتون هستم. فقط یه سوال کوتاه هم من اضافه کنم که اگر بتونید در ادامهش اینو صحبت کنید، در خصوص خود کمیته آموزش و پژوهش هم توضیح بدید، چون این کمیته رو جا انداختید، چون قبلا کمیته آموزش و پژوهش بود و الان کمیته پژوهش جداست، آموزش جداست. چی شد که اصلا به این فکر رسیدید که این کمیته رو راه اندازی کنید و به چه صورت بود؟ اگه اینم توضیح بدید ممنون میشم. مرسی آقای یگانه. آدمایی که هدف دارن پای هدفشون هستن دیگه، این چیز غیر عادی نیست، یعنی خیلی اینجوریه.
حالا اینی که گفتید من دو تا مطلبم اضافه کنم. من همون اوایل که وارد برمن شدم، چون به حال به عنوان یه پناهنده وارد شدم، بلافاصله یکی از چیزایی که می‌خواستم بگم توی بخش نشریه، ما ماه سوم چهارم که حدود فکر کنم آپریل بود یا مای، آره مای بود، پیشنهاد کردیم به مسئول اون کانون در اون موقع سال 2000 که بیایم یه نشریه برای کانون بزنیم، چون اون هر ماه یه برگه کاغذ می آورد به اسم تک برگی مال گروه راه کارگر می آورد، اینو برای ما می خوند، آگاهی می داد. حالا ما بحث، من که اطلاعاتم بد نبود، بحث می کردیم، کلنجار می رفتیم، صحبت می کردیم، اینو مهم نیست. بعد من پیشنهاد کردم که خب خود ما بریم یه دونه از همین تک برگی ها بزنیم. خب کاری نداره، یه برگه کاغذ مش اطلاعات می نویسیم توش دیگه. وقتی بعد من نگفتم، یکی از این بچه‌ها سعید اسمش بود، یه جوانی بود حدود 18-19 سالش بود، گفتم سعید تو بگو من آمادگی دارم این کارو بکنیم. اون چنان حمله ای به ایشون کرد که آقا مگه میشه نشریه زد؟ الان مگه نشریه رو باید آدم های قوی بزنن؟ همین تکبرگی میتونیم چقدر آدم روش کار میکنه؟ مگر شدنیه؟ من بهش اعتراض کردم، گفتم خانم اصلا این دارو میداد نداره، بهش بگو برو بزن بیاره ببین، همه هم نگاه کنن، هر جا ایراد داشت تحسین میکنن و کامل میکنن، تولید میکنن. حالا این که چیز عجیب غریبی نیستش که، مگه همه آدمایی که الان روزنامه نگارن از شکم مادرشون روزنامه نگار به دنیا اومدن؟ این که چیز عجیبی نیست و اینا. و نه خیر، من اجازه نمیدم به نام کانون. ما با همون آقا سعید و یه کامران هم داشتیم اومدیم رفتیم نشریه زدیم به اسم آزادگی. یعنی از ماه 6/2000 نشریه آزادگی زده شد با 36 صفحه هر ماه. الان هم نشریه شماره 290 و فکر کنم 4 ببخشید 394. من میخوام بگم که این ترمزها تو فرهنگ ما هست، اما بیایید بذاریم کنار این ترمزها رو، همراه باشیم، در کنار باشیم. اگر من هم مثل اون آدم یا آدمایی که همراه من بودن مثل اون خانم فکر میکردن، الان ما هم سر جا اولمون بودیم، هر کی خونه خودمون میشیم چایمون رو میخوردیم. یه اسمی به نام کانون دفاع از حقوق بشر، حالا ثبت شدهش هم دیگه نبود، یعنی ثبت هم میشد دیگه کسی نبود که بگردونه. اینه که اساس رو بر این باید بذاریم که جدی و خواستمون رو به دنبال کنیم. یعنی اصلا اگر بذاریم کنار، ضعف خودمون نشون بدیم، عملا اون خاصیتمون رو از دست دادیم، خاصیت انسان بودنمون رو از دست میدیم. و اینو همین نشریه بشریت بعد از اینکه اون خانم استعفا داد من دادم شروع کردن. یعنی ما یک سال و تقریبا 9 ماه دیرتر در واقع بشریت شروع به کار کرد. میخوام بهتون بگم دلیلش این بود که مسئول اجازه نمیداد، اما به مجرد ایشون استعفا داد، واقعا این کلید دفتر من دیگه میرم، نشستیم با بچه ها برنامه‌ریزی کردیم، از مارس 2001 ما شروع کردیم به زدن نشریه که تا الان هم 245-6 داشت زده شده و داره کارم انجام میده به خوبی. الان هم خیلی زیباتر شده، غنی‌تر شده، بهتر شده، با کمک همکارهایی که جدید اومدن پیشنهاد میدن، اطلاعات میدن، خب خیلی کار قشنگی داره میشه. ایناست که در واقع، یعنی اصل اون ایده، هدف و پشتکار و پیگیری. الان کانون 2 تا نشریه داره چاپ میکنه. خب هر کاری هم من میکنم مال کانونه، من چیز دیگه ای ندارم. اسمش آزادگی فقط گوشیم، اگر یه جایی چون گفتیم در بشریت فقط باید مقاله عضو باشه، گفتیم آقا اون آزادگی هم هست، دلتون میخواد بگید بنویسید. یه محدودیت نوشتاری نداره، نقدیات این هم نداره. حالا اینایی که مطرح میکنم میخوام بگم که اینا همه هست. حالا یه حرف دیگه من دارم. در همون برمن که من شروع کردم به نشریه زدم و تمام جلسات تمام ارگان ها رو شرکت میکردم، ضبط گرفته بودم با کاست، میرفتم میذاشتم اونجا، دوربین، نه این هندی ها، دوربین گرفته بودیم، عکس میگرفتیم، میامدیم صدا رو پیاده میکردیم، تایپ میکردیم توی نشریه میذاشتیم به عنوان گزارش جلسات.
یواش یواش گفتن که این نماینده جمهوری اسلامی داره بده از ما عکس و فیلم میگیره. یعنی یه دوره من نماینده جمهوری اسلامی بودم، بعد که اومدم هانوفر، در هانوفر شدم نماینده CIA از در آدم ها. باش. یه دوستی که ما باشون توی دفتر کار میکردیم آلمانی بود، اون به من گفت، گفت این خانوم میگه شما نماینده CIA هستی، با من کار نکنید، یعنی اونا با من کار نکنن. اینم گفته شما مدرک داری؟ میگه نه، گفتن. بعد گفتم خب بهش بگو اگه نماینده CIA ظرف یک سال شناخته میشه، خاک بر سر CIA. یه اون CIA رو باید درشو بست. مگه میشه یه نماینده ای رو در CIA، یارو نمایندهش به دنیا میاد میمیره، میره بعد 160 سال دیگه در میاد که این نماینده اونجا بوده. حالا ما نرسیده تو هانوفر شده نماینده CIA. این بحثا میگم از این خاطرات اینچنینی زیاد داریم، ولی من همیشه خصلتم اینه حرکت رو به جلو، یعنی ما فقط باید رو به جلو بریم. یعنی شما یه دوچرخه یا چوبلاچرخ، شما وقتی جلو میری سنگ میندازن، فوش میدن، لگد میندازن، سر به سرت میذارن. تو وقتی پا بزنی بری، تو رد شدی، اونا موندن، تو انقدر رد میشی که دیگه اون اصلا صداشو به تو نمیرسه، بچه هم از خستگی میافتن دیگه، تموم میشه میره پی کارش. و این تجربیاتو من دارم و اصلا نگران این صحبت ها نیستم و هر آنچه بگن خب بگن. ما هدفمون مشخص، کارمون معین، کار رو به جلوه. ما داریم گاهی از بچه‌های مثلا همین جمع، مثلا یه میاد کسی یه کاری میکنه، حالا پارسال بیرونش کردیم، یا مثلا از این آدم ها هم پیچ میاد، خب اتفاق دیگه، اینا همه که خوب نیستن، ولی ما سعی کردیم با همه اینایی که حتی میدونیم هم که اشکال دارن هم با سعی میکنیم کار کنیم. چرا؟ چون هدف داریم. هدفمونه که فرهنگمون رو بتونیم تغییر بدیم. هدفمونه که بتونیم با یه فرهنگ خوبتری در جامعهمون زندگی کنیم. یعنی ایرانی ایرانی رو باور کنه، نه که یه ایرانی ایرانی بابا ایرانی رو تو بکنم بر. مثلا این کار قشنگ نیست. هستن ما ایرانی هستیم، دوست هستیم، هموطن هستیم، همزبان هستیم. بزرگترین حسنمون همزبانیمونه. هر جور هر کاری بخوایم بکنیم میتونیم با هم دیگه حرف بزنیم، درد دل کنیم. این وظیفه‌ای که گردن همه ما هاست، یعنی همه بچه هایی که در کانون کار میکنن، همه آدم هایی که در واقع به عنوان یک فعال به عنوان حقوق بشر کار میکنن یا به اشکال مختلف. من یک مطلبی رو من اضافه کنم. ما سال 2002 من یه پیامی گرفتم از یه آقای به اسم آقای ماهوتیا که ما یه گروهی هستیم، یه گروه میخواییم تشکیل بدیم به اسم یه گروه حقوق بشری میخواییم درست کنیم از کشورهای مختلف. شما آمادگی هم همکاری دارید؟ نشستیم گفتیم بله، برای حقوق بشر ما همیشه آمادیم. نتیجتاً 6 نفر جمع شدیم در بلژیک، در نروژ، در هلند، در آلمان، فرانسه و کانادا. 6 تا گروه حقوق بشری دور هم جمع شدیم، مجموعه درست کردیم به اسم فعالین دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی. و این کار شروع شد. اولین کاری که کردیم گزارشات نقض حقوق بشر تهیه می‌کردیم. که البته بچه‌های سوئد اکتیو بودن، مثل آقای امیر نیلو، دوستای خوب دیگه‌ای که حالا اسمشون اسقر میام گاهی فراموش میکنم، میگه ببخشید مال 20 سال پیشه دیگه اینا. و با این دوستان ما شروع کردیم به کار کردن، گزارش ها دادن. اولین بار سال 2002-2003 به من اعلام کردن که ما میخواییم در نروژ، ببخشید در ژنو، ما یک تظاهراتی برگزار کنیم، به مراسمی رو برگزار کنیم روبروی به اصطلاح اون موقع کمیسیون حقوق بشر اسمش بود، اونجا برگزار کنیم. من کوبیدم شبانه رفتم، رسیدم اونجا، بالاخره با ماشین رفتیم، حالا با سلام و صلوات و حالا با قرض و قوله خلاصه رسونیم اونجا. یه سری هم اطلاعیه و نمیدونم نشریه و نمیدونم از این چیزا هم آماده کردیم و توی ماشین رفتم. خب رسیدیم اونجا، حالا برای خودم هم جالبه، برای اینکه پول هتل نداشتیم، رفتیم توی حیات یک هتل درجه 1
ماشین رو پارک کردیم توش هم خوابیدیم. بعدش هم صبح بلند شدم رفتم همونجا دستمو شستم تو هتل و اومدیم پایین توی میدانی که قرار بود دور هم جمع بشیم. قرار بود ساعت 9 9 و نیم بیان. من هم تو نشسته بودم توی محلی دیدم از سمت راست یه هیئتی حدود 20 نفر دارن میان، لباسای مثلا رنگای روشن و اینا. سمت چپ دیدم یه گروهی هم دارن میان با ریش و ویلچر و اینا. گفتم عجب بابا داستانیه، این گروه دست راست گروه فعالان حقوق بشرن که دارن میان، همکارای ما هستن، جمهوری اسلامی نماینده‌اش و فرستاده از اون ور داره میاد. یکی خوردم، یعنی میخوام بهتون بگم ببینید چه حالتیه این قضیه. خب همدیگه رو ندیده بودیم که، یعنی اون موقع هم مثلا اصلا نبود که مثلا واتساپ و نم چیچی ها و اینا که باشه مثلا هر دقیقه همدیگه رو ببینید، نبود، خبری نبود. خلاصه من رفتم طرف اون گروهی که به اصطلاح مشخص بود گروه ما هستن و آقای ماوتیا و دوستای دیگر دیدیم سلام علیکم، ندیدیم اونا اومدن با اینا سلام علیکم. بعد معلوم شد که اینا دوستانی هستن که از سوئد دارن میان، اونا هم یه اتوبوس گرفته بودن از سوئد. اینا بچه های بودن که خب مثلا زندان بودن، شکنجه شده بودن، ویلچری بودن و و و و و اینا. خلاصه حالا دوستای صمیمی ما هستن اونجا، دور هم جمع شدیم، مراسم برگزار کردیم و همون یه روز رفتیم. از اون بعد هر سال ما این جلسات رو در ژنو برگزار کردیم و هر سال دوستان ما حتی رسیدیم جمعمون به 16 گروه دیگه. اونجا برای خودمون کنگره میذاشتیم، سه روز چهار روز میرفتیم جلسه برگزار میکردیم، کارها رو انجام میدادیم و خیلی اتفاقای خوبی افتاد. حتی اون موقع میخواستیم بریم عضو سازمان ملل بشیم ولی گفتن باید $30,000 پول بدیم که بتونیم تو سازمان ملل اسم داشته باشیم، مثل مثلا امنستی اینترنشنال یا دیدبان حقوق بشر. خب ما جمع گروهمون اصلا نمیتونه $3,000 جمع کنه، چه برسه $30,000. اونم این که زحمت میکشیدیم، یه میومدیم تا اونجا چهار تا کپی میگرفتیم، کار بزرگی بود. و این اتفاق هم اتفاق جالبی بود و اولین گروهی بودیم که گزارشات نقض حقوق بشر رو صادر میکردیم و اولین شعارمون این بود که اون زمان میگفتیم در هر ساعت 8 مورد نقض حقوق بشر اتفاق میفته و الان دیگه رسیده به هر 10 دقیقه، مثلا بر هر 2 دقیقه، ببخش هر 2 دقیقه. اینه که میخوام بگم این گزارشات از اون موقع بنیاد شما گذاشتیم تا سال 2008، اما از 2007 که دیگه هرانا و اینا شروع کردن به گزارش دادن ما دیگه نکردیم. چرا؟ چون اونا کاملتر میکردن، ما نشریات و دوستان ما میخریدن، نشریات داخل کشور پست میکردن، از اون در میآوردن، چون اینترنت مثل الان واقعا نبود و کار بسیار قشنگ این همکارای ما در سوئد انجام میدادن و ما کیف میکردیم. سال بعدش اینم جز خاطرات با مزه ایه من تعریف کنم. سال بعد تو این داستان ها که من عنوان کردم، سال بعد آقای ماوتیا زنگ زد گفت شما امسال داری میای، تنها میای، با کسی بگم تنها هستم؟ گفت میخوای یه آقای اسداره میاد شما رو با ماشین بیاد ببره؟ گفتم خب چه بهتر دیگه، من تنها سوار ماشین بشم و کلی هم بنزین، خب با هم میریم دنگی میدیم دیگه به قول معروف. بعد معرفی کرد، گفت یه آقایی به اسم گلزار میاد دنبال شما، نه آقای گلیان میاد دنبال شما. خب ما هم گفتیم باشه و دیگه منظر ایشون بودیم. ساعت 1:10 صبح دیدیم که ایشون اومدن و بعدیم ای آقای گلزار خود ماست. حالا آقای گلزار تو بهرمن که جلسات برگزار میشد هر چند وقتی بار، ایشون جزء سخنران اونجا دعوت میشد میومد و من از اونجا میشناختمش و دوستش داشتم، از نوع صحبت کردن و نوع اندیشش که کار حقوق بشری میکرد و اینا. همدیگر رو دیدیم و تازه فهمیدیم هر دومون کی هستیم. بعد دیگه با هم راه افتادیم تا ژنو و دیگه دوستی ما بیشتر و بیشتر و بیشتر شد که تا الان هم این دوستی همچنان پا برجاست. این هم جزء مواردی بود که برای خود من خیلی جالب بود که همین آشنایی با آقای گلزار. و یه چیز خوب، تجربه خوبی هم که ما بد نیست برای شما منتقل کنیم، در این گروه 16 نفره داشتیم، یکی دو مورد بود که روش بحث شد. یکی این که هر کسی که میخواست بیاد بحث سر این بود که باید بپرسیم پدرش کیه، والا این سوالات دیگه، چند کجا کار میکرده، کدوم حزب بوده، فلان اینا. من
فردی بودم که رسما اعتراض کردم، گفتم شما اصلا اجازه ندارید این کار، ما تفتیش عقیده حق نداریم بکنیم، هر کسی دوست داره وارد این مجموع بشه قدمش رو چش، اصلا حق سوال نداریم، اصلا بیان با اسم غیر عادی بیان. گفتم دولت ها که ضد جاسوسی دارن نمیتونن جاسوس جلو جاسوس رو بگیرن. حالا ما 15-16 تا آدم قرازه دور هم جمع شدیم، میخوایم بیایم بگیم آقا این بیاد اون نیاد، اون باشه این نباشه، نه اصلا به ما چه، هر کسی میتونه میتونه وارد تک تک گروه ها بشه و میتونه اصلا بره یه گروه بزنه وارد این 16 تا بشه، 17 تا بشه، 20 تا. این یکی از مواردی بود که ما تونستیم انجام بدیم و دوستانمون هم پذیرفتن. یه اتفاق دیگه بود که ما گفتیم که رای گیری مثلا کارهای تیمی میخواییم بکنیم، یه تیمی گفتم، من پیشنهاد کردم که آقا اگه تیم میخواد کاری کنه باید 80% آرا رو بیاره، یعنی اگر یه پیشنهادی هست یه اطلاعیه بدیم یا از یه کسی دفاع کنیم یا یه موضوع رو زیر سوال بریم اطلاعیه بدیم، باید 80% همکارا بپذیرن، چون 80% در واقع جواب میده قضیه، یعنی در واقع ممکنه از مثلا 16 تا دو تا مخالفن، پس 14 تا موافقن، دیگه اون دو تا هم باید بپذیرن. نکردیمش 50-50 یا 51-49. همین الان هم در کانون ما این تجربه رو 60% داریم، 60-40ش کردیم، که یعنی اگر داره اتفاق میفته بر اساس 60 باشه، یعنی در واقع حرمت بذاریم به بچه‌هایی که در واقع میخوان انتخاب بشن که تعداد بیشتری هوادار داشته باشن، نه اینکه بگیم 49-51 حالا یه کسی با یه نفر این ور اون ور بشه، خب در واقع اون اعتماد جمعی رو نداره، در واقع شکننده است. این هم یکی از مواردی بود که ما اونجا تجربه کردیم و خیلی تجربه موفقی بود برای خود ما در واقع. یعنی الان هم مثلا من هر جا جلسه موردی پیش میاد یا با یه گروهی یا ارگانی میخوایم کار مثلا بیاد صحبت کنه، من همیشه این روش رو پسندیدم و همین رو سعی میکنم. میگم بعد یه اصطلاح هم میذاشتم، هم موقع گفتم هر کسی کار خودش، یعنی ما 16 تا گروهی، هر کی بره کار خودشو بکنه، جلسهشو بذاره، سخنرانی بکنه، هر اطلاعی میخواد بده بده، اما کار جمعی 80% آرامون باید باشه. و همون باعث شد که این مجموعه وقتی حتی یه ذره مشکل پیدا کرد به خاطر نوع جلسات و اینا، هنوز همه با هم رفیقیم، هیچکی به اون بد نمیگه، هیچکی از اون دلخور نیست. میدونین چی میخوام بگم؟ یعنی اون سلامت دوستیه با پابرجا مونده و این در واقع نوع تجربه است. بازم که باز من منتقل کردم، مثل که جناب دکتر سوالی دارن، من در خدمت. ممنونم آقای شفایی. آقای صمد جعفری عزیز، آقای دکتر بفرمایید، مایک در اختیار شماست. با سلام و خسته نباشید خدمت آقای شفایی عزیز و سلام خدمت همه عزیزان. صحبت‌های آقای شفایی اینقدر گیرا و شیرینه که آدم واقعا خسته نمیشه و دوست داره که بیشتر به اصطلاح تحریک میشه که بیشتر بشنم. منم به عنوان عضو جدید به اصطلاح گروه که حالا خیلی وقت نیست که اومدم، واقعا خوشحالم که تو این جمع حضور دارم و یه دو تا سوال دارم، البته با عرض معذرت. یکی این که میخواستم ببینم که آقای شفایی از عملکرد قانون تا الان راضی هستن، و یکی هم این که سال دوم هم این که چه میشه بکنی که سرعت رسوندن اطلاعات به داخل کشور ایران بیشتر بشه، چون ما اونجا که بودیم و حالا خیلی به اصطلاح در جریان این چیزا زیاد قرار نمی گرفتیم و چجوری میشه به اصطلاح این یه جوری مثلا همگانی بشه، طوری باشه که همه بتونن به حال اطلاع بهشون رسونده بشه و به هر حال بیشتر آگاهی پیدا کنه. ممنون میشم. مرسی. من راجب کمیته آموزش و پژوهش هم توضیح بدم. ما وقتی کمیته هامون تشکیل شد در یه مقطعی احساس کمبود کردیم،
احساس کردیم که خب ما داریم این همه فعالیت میکنیم، کمیته ها دارن کار میکنن، اما یه نقصی در کار ما هست. یعنی ما باید یک مرجع باید باشیم، یعنی ما که تمام کنوانسیون ها رو میشناسیم، تحلیل میکنیم، مواد اعلام جانب حقوق بشر رو میشناسیم، تحلیل میکنیم، فیلم درست میکنیم، بحث میکنیم راجع بهش تو جلساتمون، گفتیم بیایم یک مجموعه درست کنیم به اسم آموزش و پژوهش. آموزش به معنایی که الان داریم نیست. اون موقع آموزش و پژوهش در واقع قرار بود یک مرجعی باشه که ما کلیه اطلاعات که در کانون قرار منتشر بشه، پخش بشه، خود ماده ها، اعلامی جانب حقوق بشر، بعد عرض کنم که اون موقع هنوز سند 23 خبری نبود، به اضافه مثلا قانون اساسی، شما اصلا از سال 2008 قانون اساسی جمهوری اسلامی چاپ میکردیم، پخش میکردیم، یعنی که از کارامون این بود. و اینا در واقع باعث شد که ما اصرار داشته باشیم که این مجموعه آموزش پژوهش رو راه بندازیم. بعد که تا 2 سال پیش که احساس کردیم که اصلا چون داره کانون رشد پیدا میکنه، نیروهای بیشتری دارن وارد میشن، تلاش کردیم که یک فاصله بین خود آموزش و پژوهش ایجاد کنیم. بعد آموزش رو یه بخش درست کردیم به اسم آموزش که کار آموزشی ورود دوستان رو انجام بده و پژوهش که همون کارهای قبلی رو ادامه بده. به همین دلیل ما تونستیم این دوتا ارگان رو انجام بدیم که الان کمیته آموزشمون یه شکل خیلی تکمیلتری گرفته بعد از 1.5 سال که دیگه الان 8 واحد گذاشتیم که بچه‌ها برن کار کنن. و پژوهش هم که خب طبیعتاً از قبل بود، به اصطلاح دریچه رو آگاهی داشتیم، مصاحبه ما مسئولین داشتیم و کارهایی که انجام میدادن و جلساتی که خودش برگزار میکرد، 2 جلسه یه هماندیشی داشتیم، یکی دیگه هم داشتیم، یه اسم دیگه هم داشت یادم رفته که شد یکی دیدیم خیلی زیاده کارگاه آموزشی. بله بله، نتیجتاً اینا رو کم کردیم که بسا فقط بشه یک جلسه باشه. مطلب بعدی، من ابتدای کار گفتم من افتخار میکنم که این کانون هست و منم باشم، یعنی رضایت نه، افتخاره برای من. دلیلش هم اینه که هر روز من خوشحالتر از روز قبلم، یعنی هر روز یه اتفاق نوعی میفته تو این جمع، یعنی یه کار تازه تری اتفاق میفته. حتی همون جلسه‌ای که مثلا میره برگزار میشه، یه نفر میاد سخنرانی میکنه، همون سخنرانی یه حرکت نوعه ایناست، یا میاد یه تحلیل میکنه، یه کنوانسیون رو تعریف میکنه. در تمام کمیته ها همین حالته. دوست این اثره، یعنی اینا همش رشته، برای من رشته و من لذت میبرم از این اتفاقی که داره میفته و اصلا رضایت رو من میذارم کنار، میشه افتخار واقعا. حالا چه کاری بکنیم که بتونیم در ایران و جامعه جهانی ما رو بهتر بشناسه، بالاتر باشیم، بهتر ما رو ببینن؟ من و من نوعی نمیتونیم کاری بکنیم. من چه شفایی، پرویزی، حسن‌زاده، این ما نمیتونیم کاری بکنیم. کارو همه ما باید بکنیم. یعنی همه که میگم، همین بالای 20 و خورده هزار نفری که توی این کانون اومدن و رفتن، که یه عده اومدن و رفتن به صورت باطل، رفتن فقط خونهشون، دنبال کار زندگیشون، به ما هم ارتباطی نداره، خوش باشن. ولی تک تک ماها مسئول این قضیه هستیم. چه کار باید بکنیم؟ هممون باید وبلاگ داشته باشیم، در وبلاگمون کارامون رو انجام بدیم، وبلاگمون رو به بقیه منتقل کنیم. هممون باید در رسانه‌های کانون باید جدی همکاری کنیم و به همه معرفی کنیم. هممون باید در یوتیوب عضو شده باشیم و به همه معرفی کنیم. ما در یوتیوب 690 فکر می‌کنم عضو داریم یا 700 تا. این غلطه. پس اون 20 هزار تایی که اومدن رفتن کجا؟ برای همینه. ولی من علاقه به پافشاری ندارم، چون اینا چیزایی که درکیه، اینا باید از درون ما صادر بشه. من باید باور داشته باشم حقوق بشر رو،
من باید باور داشته باشم همکاری رو، من باید باور داشته باشم به فعالیت که داره اتفاق میفته. این باور است که رشد رو ایجاد میکنه. الان در یا کتابخونه، دوستان کتابخونه به این خوبی ما داریم، بیش از 5000 کتاب توشه. خدا وکیلی فکر میکنم از این حالا 200 آدمی که از الان چند از 30 نفر توی اتاق هستیم، من قول به شما میدم غیر از 3 نفر 4 نفر توی کتابخونه نرفته باشه. قول میدم بهتون. چرا؟ چون خودمون هنوز هی میگیم کلاس زبان دارم، حالا برم این کارو بکنم، میخوام برم کار، میخوام برم، میدونید اساس رو گذاشتیم بر این که زبانم رو خوب بکنم، اساس رو بر این گذاشتیم که بریم کار بکنم، اساس بر این گذاشتیم که بریم فعلا حالا یه مهمانی بریم، فلان این کارو بکنیم، حالا بعدا اون کارو میکنیم. اساس اصلی اون هدف رو گذاشتیم کنار. اگر هدفتون واقعا اینه که کار حقوق بشر بکنید، یکی از کاراتون اینه. وقتی هم نمیگیره ها، زبان در روز 3 ساعت 4 ساعت حداقل وقت میگیره، اما کار فعالیت حقوق بشر در روز نیم ساعت هم نخواهد بود، کاری نداره. اینه که دلیل این که در ایران یا در جای دیگه خودمون معرفی کنیم، من شخصا حاضر نیستم انرژیمو برای این بذارم. همه جام گفتم، یه آقایی به من مصاحبه گفت خب شما رو چرا نمیشناسیم ما؟ گفتم خب برای که ما اصرار نداریم شما رو بشناسید. شما اگر یه روزی دلت خواست کار حقوق بشر آشنا بشیم، یه ما رو پیدا میکنه. اگر کسی نتونست ما رو پیدا بکنه، خودش علاقه به حقوق بشر نداره، چون شما هر جا حقوق بشر بزنی اسم ما اون بالا میاد وای میسته میبینیمش. پس علاقه شما هست که کمک میکنه که ما بتونیم در ایران بیشتر دیده بشیم، در ایران بیشتر بشناسیم. الان در اینستاگرام چه میدونم چند نفر عضوان، من واقعا نمیرم، چون اصلا نگاه هم این نیست که بگیم آقا اینقدر، اصلا بشه 10000 تا، بشه مثلا 20000 تا، حالا کاری نداریم مثلا فلان خواننده مثلا میگه 500000 تا، مثلا 500 چی چقدر کا مثلا چی داره. من اصلا کا رو نمیدونستم چیه تا پیار سال فهمیدیم کا یعنی این که 1000. اصلا نمیدونستم. چرا؟ چون باورم این نیست. من الان فیسبوک دارم، 11 12 سال فیسبوک، 13 سال فیسبوک دارم، همو عکس از سال دوم همو عکس رو گذاشتم، هنوزم هست، هر از گاهی 4 تا مطلب میذارم. الان من یه مطلب بذارم نهایت 10 تا 12 15 تا مثلا یه لایک بکنم، نزدیک 4000 فرند رفیق داریم. چرا؟ نوشته های من به دردشون نمیخوره. من استرال ما آدم قدیمی ها میگه مالا رقص جمیله بذاریم همه میان میزنن. ایناست. اینه که ماها بایستی تلاش کنیم، یعنی نه منوچهر شفایی، نه پرویزی، نه تک تک هیئت رئیسه، یا تک تک اعضامون به اضافه فامیلاشون، همکاراشون، دوستانشون. اینجاست که میتونیم اون رشدمون رو در اونجا ببینیم. ولی من رشد مصنوعی نمیخوام، من رشد با درک میخوام، رشدی که حاصلش این باشه که دوستانی که میان لذت ببرن از سخنرانی مثلا فلانی. من خودم واقعا گاهی میرم تو سخنرانی رو گوش میکنم، کیف میکنم، خودم کیف میکنم. دوستی میاد مطلب میاره، مطالب شیک میاد صحبت میکنه، من میگم عجب من غافل بودم از این بحث مثلا. خب اینا حسن کانونه در واقع، امتیازات ماست. حالا اون هوادار باید داشته باشه دیگه. اون هوادار، شما اگر علاقمندید، فعال حقوق بشر هستید، بایستی خودتون تلاش بکنید که کارتون رو معرفی کنید. نمیگم بگین کانون دفاع از حقوق بشر بهمن بهش، نه، کارتون رو معرفی کنید، اطلاعاتتون رو منتقل کنید. الان من دارم میبینم مثلا ما رسانه‌مون رو نگاه بکنیم، خیلی قشنگ داره کار میکنه. خب این رسانه حالا اشکال داره، نقص داره، یه چی دیر میشه که زود میشه، ولی داره قشنگ کار میکنه. این کاری که داره میکنه کار ریشه‌ای داره میکنه، کار تبلیغی نمیکنه. رقص جمیله نمیذاره توش مطلب میذاره، موضوع میذاره، موضوع که وادار کنه تو فکر بکنی، موضوع میذاره که تو وادار بشی، آشنا بشی با اتفاقایی که تو جامعه داره میفته. یا الان ما داریم رادیو رو کار میکنیم،
دوستان ارزش رادیوتون رو بدونید، خودتون بدونید. این رادیویی که شما دارین کار میکنید و این اپلیکیشنی که شما دارید بی نظیره و دست صمد رضایی درد نکنه واقعا، و بقیه بچه هایی که دارن پولش میدن، بقیه که دارن توش زحمت میکشن کار میکنن، اینا ارزش هاییه که شما ها دارید و باید با این ارزش ها شما برید پوز بدید، شما باید برید افتخار کنید که ما در گروهی هستیم که اینقدر کانال رادیویی داره و ما میتونیم توش کار کنیم و میتونیم آدم ها رو شاد کنیم، شاداب کنیم. ما یک همچین اپلیکیشنی داریم به هر مردم بدیم برن ببینن، هر آن خبرها رو ببینن، لذت ببرن. اینا اون چیزاییه که یا اصلا چرا راه دور بریم، یه آکادمی داریم، یه آکادمی داریم. الان مثلا من به بچه ها بعضی ها میگیم ما آکادمی داریم، چجوریه میشه من برم؟ بله بفرمایید برید، درخواست بدید برید کلاس ها رو گوش کنید. ولی خود همکارامون توجه نمی کنن و اینجاست که شما ها باید توجه کنید، چون تو این آکادمی بچه های داخل کشور هم میتونن بیان، میتونید معرفی کنید بیان سر کلاس ها آموزش ببینن، آشنا بشن به مسائلی که در کلاس ها داره برگزار میشه. یا اصلا حالا غیر از این سه چهار تایی دارم مطرح میکنم، ما الان که داریم شما نگاه میکنید، شما در زوم همین الان جمعین تو زوم، یوتیوب داره شما رو زنده نشون میده، اپلیکیشنتون داره زنده نشون میده. یعنی اینا امتیازاتیه که حالا ارگان ها ندارن، ولی شما و با همت خود شما ها با دوستای خوب تونستیم این کارا رو انجام بدیم، انجام بشه و بره جلو. و من مطمئنم تا 6 ماه دیگه ما همین الان که اگر هر عددی هستیم مطمئن باشید 10% رشد کرد و سال آینده مطمئن باشید 30% رشد کرد. خودتون الان یادداشت کنید ببینید چه کارهایی تو این کانون اتفاق افتاده. یا اصلا پنل رای گیری ما داریم، پنل رای گیری داریم برای اینکه شما بتونید آدمی رو که دوست دارید انتخاب بکنید. شما نمایندگیاتون خودتون میرین رای میدین، مسئول نمایندگی انتخاب میکنید. قبل از این پنل که ما خودمون میرفتیم مثلا 3 نفر 2 نفر میرفتیم اونجا، 10 نفر هم اونا بودن، خب کی به کی رای میده؟ همه دست بالا، این با اون دروازه داشت، این با اون خاله بازی داشت، روش نمیشد بگه. آخر هم مثلا بود خب آقای فلانی شما بیا بشو رئیس مثلا فلان بود. ولی الان دیگه این حرفا نداریم. الان کسی که میره پای صندوق میدونه به کی میخواد رأی بده، کسی هم که داره رأی میگیره باید تلاش کنه رأیشو بگیره. چرا؟ چون همون میتونیم 3 ماه دیگه 2 ماه دیگه 4 ماه دیگه بگن آقا شما به درد ما نمیخورید، بفهم برو آقای رئیس کمیته شما نمیتونی این کارو نتونستی انجام بدی، خوش اومدی. هم خود اعضا میتونن هم هیئت رئیسه میتونن در مجمع. یعنی شما هر ماه میتونید به اینا پوزه. شما برید با سازمان ها، ارگان ها آشنا بشید به روال کار. محال ممکنه یک همچین سیستم اداری پیدا بکنید که هر کسی بتونه هر ما بیاد. حالا ما شنیدیم میگن شفایی مثلا چی دیکتاتوره، مثلا زور میگه. اونایی که فکر میکنن من زور میگم راست میگم، چون من زیر بار حرف چپ نمیرم، چپکی نمیرم، زیر بار حرف نادرست نمیرم، نمیپذیرم. چرا نمیرم؟ برای اینکه میدونم که چیکار داره میشه و چه اتفاق. نه که بگم من چون همه رو میدونم، و بالاخره یه هیئت رئیس داریم، مشورت میکنیم، صحبت میکنیم، اتفاقات هم میفته دیگه. یه دوستی میاد مثلا یه حرکتی میکنه، مثلا میگه من میخوام عضو هیئت رئیسه اینجا باشم، عضو هیئت رئیسه یه سازمان سیاسی هم باشم، من قبول نمیکنم. من زیر بار نمیرم، چون منی که عضو یه کسی میاد عضو کانون دفاع از حقوق بشر میشه، کار حقوق بشر میکنه، دیگه نمیتونه بره عضو یه سازمان سیاسی بشه، چون کار حقوق بشر این نیست که براندازی کنه، اما کار سیاسی میخواد براندازی کنه. خب تو عضو هیئت رئیسه هر دو هستی، خب چه جوری میخوای این کارو هندل کنی؟ من زیر بار نمیرم، خب میشم دیکتاتور، عیبی نداره، توهین میشنوم، اشکالی نداره، ولی حرفی رو که میزنم پایه داره، اساس داره و بر همون اساس میریم جلو. اینه که این صحبتایی که من دارم میکنم واقعا نه که خودم رو تبرئه کنم یا، ولی واقعا این کانون
واقعا این کانون همیشه در حال رشد بوده و دلیل رشدش امکان حرکت دادن به همه اعضاست. الان ما الان هم امسال فکر کنم 6 تا از همکارای کمیته ما افراد جدیدن، افرادی که یک سال دارن کار میکنن، خودشون هم کاندید شدن، رأی هم آوردن، دارن کار میکنن، خیلی هم عالی دارن کار میکنن. حالا اگه دو جام اشکال دارن، خب مسئول اون کمیته ها داریم، هیئت رئیسه داریم، همه هستیم، حلش میدیم، کمک میکنیم، جلو میبریم که کار به درستی اتفاق بیفته. اینا جزء افتخارات خودتون باید باشه که خود شما هم همراه کانون باشید، در جلساتش باشید، مشکلاتش رو گوش بکنید، برای رفع مشکلش طرح بدید، پیشنهاد بدید. حالا اگرم با پیشنهاد شما مخالفت شد، دلیل برای اینست که شما رو نپسندیدن یا از شما بدشون میاد. ما بعضی وقتا من تلفن میشه میگن آقا فلانی من فلان کار کردم، فلانی نخواست، اون با من لجه و میخواد من کار نکنم. میگم آقا حرفا یعنی چی؟ خب تضاد عقیده هست، اختلاف سلیقه هست، اصلا از این فکرها نکنید. ماها وظیفه‌مونه با هم اول دوست باشیم. همیشه گفتم نتونستیم دوست بشیم، همکار باشیم. وظیفه همکاری که با هم همکاری کنیم، همکار هم نتونسته باشیم آقا همراه باشیم دیگه، بدگویی نکنیم اصلا. بگه این در کنار بودن، همراه بودن باعث رشد ما خواهد شد، این همکار بودن باعث بهتر رشد کردنه، این دوست بودن مایه پیروزی ماست. حیف که یه مدتی کارا شده اینترنتی و ما نمیتونیم جلسات حضوری داشته باشیم. من امیدوارم که کنگره که قراره تو ماه مای برگزار کنیم بتونیم حضوری باشه، خیلی از بچه ها دور هم جمع بشیم که اصلا از دیدن هم دیگه لذت ببریم، یعنی احساس دوستی بیشتری بکنیم. ما 3 سال پیش که جلسات حضوری داشتیم، هنوز دوستایی با این که از پلو ما رفتن هنوز زنگ میزنم میگه یادش بخیر مثلا اون مثلا دوره بیادیم، 3 روز دوره هم بودیم، 4 روز با هم تخم مرغ و نیمرو درست میکردیم با هم توی خونه، مثلا 30 نفر میخوابیدیم که مثلا توی نفر مثلا دوره هم باشه. خب اینا همش قشنگه دیگه، یعنی اینا اون دوستی هاست که میمونه و هنوز هم هست. من هم هر وقت مثلا یه جای موردی پیش میاد، یه شهری میرم، میدونم یکی از علو سلام من دارم میام، میخوام 2 روز بلو بود. چرا؟ چون این رفت آمد هاست که ماها رو احیا میکنه، ماها رو سالم میکنه. خب من دو سه مطلب دیگه هم بگم اگه سوالی نیست. یکی از مطالبی که میخوام بگم، شما ما یه بروشوری درست کردیم به این سبک، دیدین همه نه؟ و تو عکس ها میبینید یه جایی عکسی مثل این که من با اون پیرهن قرمز هم اونجا ایستادم، یا همه دیدین دیگه، نه همه میبینن اینو. ما مدیون زحمت بچه های کانون هستیم، به خصوص همکارای ما در ایالت تورینگن، آقای عنایت، آقای بهادری، آقای عیازی و چند نفر بچه های دیگر، اسماشون واقعا فراموش کردم. این دوستان ما چنان فعالیتی در ایالت تورینگن کردن و به پیشنهاد همکارای به اصطلاح اهالی اون ایالتی که اینا کار میکردن، این پرنده طلایی اصطلاحا پرواز کرد و اومد تحویل کانون داده شد و الان اسم بردن از آقای عیازی، آقای بهادری و از آقای عنایت و دیگر دوستان اون ایالت واقعا کمک کرد که این پرنده به دست ما برسه. پرنده هم که رسید، میدونید که این پرنده در عرض کنم که نیویورک هستش، در من کلمش هم یادم میره نوشتم مترو، آره ندیدم ولی یادم، متروپولیتین، همچین موزهیه که 30 تا پرنده اونجا هست
و این سی پرنده بر حسب درخواست دولت‌ها یا ارگان‌های بزرگ حرکت میکنه، به اهالی داده میشه که این پرنده مثلا به خانم شیرین عبادی داده شده، به عرض کنم که آقای دالائی لاما داده شده، به آقای کوفی انان داده شده که اسامیشون هست اینجا نوشته شده، یالا من زیاد وقتتون نگیرم، ولی با ارزش بود. ما یه مراسم میرم در هانوفر برگزار کردیم، دوستان خیلی از دوستان اومدن سخنرانی کردن، به هر حال عکس مفصلی هم گرفته شده با این پرنده. خب یه ماه مهمان ما بود و ما هم در واقع خوشحالیم که به خاطر زحماتی دوستانمون کشیدن این پرنده در اختیار کانون قرار گرفت و جز پوزای کانونه. این تازه ما سال 2011 است، یعنی درست 11 سال قبل در آپریل، یعنی آپریل امسال در واقع سالگردش میشه. خب اینم یه موردی بود که خواستم بهتون بگم. یه خاطره بامزه دارم، چند بار تکرار کردم اینو. یکی از چیزهایی که در واقع جواب اون دوستمونم بود از ما سوال که آقای یگانه که چطور اینقدر کار میکنید اینا. ببینید ما وقتی نمایندگی های مختلف داشتیم، یکی نمایندگی هانوفر بود، من هم اومده بودم هانوفر. خب شروع کردیم، ده هزار نفر بودیم و اینا، یواش یواش قبول شدن رفتن، من موندم و خانم جعفری سال 2000 فکر کنم 8 فکر کنم یه هم چیزی. و خب ما ماه به ماه باید جلسه برگزار کنیم، چون هر نمایندگی باید جلسه خودشم داشته باشه علاوه بر مجمعی داشت. ما شنبه ها برگزار میکردیم، شنبه میرفتیم برای جلسه، خب کسی نبود، دو نفریم، من خانم جعفری. بعد خب میرفتیم میز رو میذاشتیم، پرچم رو میزدیم، خانم جعفری پشت میز میشست، شروع کرد به گفتن، ما هم ضبط میکردیم که امروز جلسه فلانه، تاریخ فلان، سخنران منوچهر شفایی با این موضوع، صدیقه جعفری با این موضوع انجام میدن، از آقای شفایی دعوت میکنم تشریف بیارن راجع به موضوع صحبت کنن. ما میرفتیم مثلا نیم ساعت حرف میزدیم، ضبط هم میکردیم، بعد خودش اعلام میکرد که خب الان نوبت صدیقه جعفریه، در خدمتتون هستیم. خودش شروع کرد صحبت کردن. یعنی ما دو نفره سه ماه جلسه برگزار میکردیم. چرا؟ چون هدف داشتیم، چون باید این کارو میکردیم، چون باید با این کارها. اگه نه آخ ما که دو نفریم، ولش کن پاش بریم حالا فلان سر خیابون دوری بزنیم، ولی با این کار ما موندیم. حالا یه تیکه خاطرم بگم، بعد از سه ماه خانم جعفری گفت آقا من یکی رو پیدا کردم، این آدم، این یه جوانی اومده پناهنده است، شرایطش هم سخت اینا. گفتیم خب بیا بکن مسئول جلسه، حالا سخنرانی هم نمی کنه، بشه مسئول جلسه، جلسه رو مدیریت کنه، مثلا من رو تو بشینیم کنار رو صدامون کنه ما بیه. خیلی بامزه است. کاغذ و فراخان رو نوشتیم دادیم دستش، شروع کرده به خوندن. جلسه تاریخ که حالا پس و پیش، درخواست میکنم از آقای صدیقه شفایی تشریف بیارن. بیچی ما شدیم صدیقه، بعد هی بهش مرد حسابی بذار قطع کنیم، منوچهر شفایی، ها منوچهر صدیقی، جعفری شفایی. نمیتونست بخونه از اون. بعد من به خانم جعفری گفتم خانم جعفری من فکر کنم این مواد زده، این اصلا بلد نیست، اصلا نمیدونه، مگه میشه آدم سواد دیگه یه خط رو که باید با هم بخونه؟ ولی چون قاطی کرده بود بالا رو به پایین و پایین رو بالا. یعنی به اینجا ما با این کار کار کردیم. من میخوام بگم چرا؟ چون واقعا هدف داریم، هدف هست، هدف وجود داره. الان هم شما جلسه برگزار میکنید، من دیدم همه تون جدی هستید و من کیف میکنم که جلسه سر ساعت شروع میشه، نظم دارید. خب هر روز با ایده های جدیدتر، مثلا اگه دارید یوتیوب پخش میشه، مثلا پوستر داشته باشید که آقای مثلا حمید رضایی زحمت کشیده پوسترها رو گفته بذارید، سختگیری بکنیم، این کارو بکنیم، من قرب صدیقه به رضایی، رضایی به بقیه، آقا حتما باید پوستر باید باشه، آقا حتما باید گزارش تو اینجوری باید باشه. یعنی داریم یواش یواش عیبامونو برطرف میکنیم. ما به هم دیگه
دلخوری ایجاد نمی کنیم نسبت به هم دیگه، داریم همدیگه رو راهنمایی می کنیم. حالا گاهی چون تعداد زیاده مجبور میشه مثلا یک کسی بگه آقا من که بهت گفتم که مثلا تون صداش هم تغییر بکنه. اینا اون اتفاقاییه که تو مجموعه میفته و حتما باید بیفته، اگر نیفته کار تیمی نکردیم. و هر کی خونه خودش نشسته نه دعوا میکنه، هر کار خودش میخواد باز خودش میکنه دیگه. ما کار تیمی داریم میکنیم و من میخوام بهتون بگم یادتون باشه شما هیچگاه کار تیمی به این نظم و با این سیستم نمیبینید. برید تجربه کنید. کارمون 100% نیست اما زیر 90% نیست. ما حتما 10% اختلاف داریم، 10% اشکال داریم، 10% کندیم. آقا یه روز اپلیکیشنمون مسئولش کار نمیکنه، یه روز گزارشمون رد نمیشه، یه روز سخنرانمون قهر میکنه، یه روز نه اون یکی حوصله نداره، یه روز نه دعوا داره، این به من اینو گفت من به اونو گفتم. این حرفا رو داریم ولی 90% داره کار درجه یک انجام میشه. و من تبریک میگم به همتون، تقدیر میکنم از همتون و منم کیف میکنم دیگه، منم کیف میکنم. و حالا موضوع سوالا هستم. حالا من اگر بخوام خاطر اینا بگم که باید 6 ماه حرف بزنم براتون، ولی بذارید تا اینجا فعلا بمونه و در خدمتون هستم. ممنونم آقای شفایی عزیز، از اینقدر خوب صحبت شد و اینقدر خاطرهای زیبایی گفته شد که واقعا دوست داشتیم هنوزم بشنویم. ولی خب به خاطر اینکه خیلی هم وقت دوستان نگیریم و در جلسه خیلی دراز نشه، من می‌خواستم سوال بپرسم که خودتون در وسط صحبت‌هاتون اشاره کردید که حدود 20,000 تا حالا یا بیشتر از 20,000 تا الان در طول این 22 سالی که فعالیت کردید در کانون اومدن و رفتن، که الان خب معذر شده همین 200 خورده نفری که الان هستن. من می‌خوام اگه بخوام کانون رو تشبیه کنم آقای شفایی، حالا برای دوستان دیگه هم بگم، من فکر میکنم که کانون خودش مثل یه دانشگاه است و اغلب دوستانی که در کانون وارد شدن از بعد به شروع فعالیت کانون تا الان، طبیعتاً حتی اگر هم که مدت کوتاهی بودن یک سری چیزها رو یاد گرفتن و رفتن و این خودش یک حسنه. من ممکنه تو همین بازه که این آموزش ها رو میبینن خب اطرافیان خودشون رو هم بتونن آگاه کنن. این خیلی مهمه و این خیلی تاثیرگذاره. اگر میبینید الان در کانون ما افرادی داشتیم که حالا قبلا بودن و الان حالا نیستن، ولی خب در جاهای دیگه دارن کار میکنن، در قسمت های دیگه خودشون بعضا سایت هایی دارن، کارهایی رو انجام دادن. اینا همه خب سرمنشأش از خود کانون بوده و همیشه هم خودشون گفتن و این هم چیزی بوده و به نظر من یه شبیه یک دانشگاه است. حالا سوای آکادمی که فرمودید که داریم داره فعالیت میکنه، یه نکته هم اشاره کنم در خصوص رسانه. ببینید دوستان، رسانه کانون انصافا از نظر من، این نظر شخصی منه، بی انصافی اگر خود اعضای کانون ازش حمایت نکنن، چرا که فعالیت های رسانه انصافا شبانه روزیه. یعنی ما به لطف اون اختلاف ساعتی که الان داریم، خب معمولا صبح‌ها که من بلند میشم نصف شب اروپاست و من میبینم بچه‌ها تو اون تایم دارن چت میکنن، پیام میذارن، اخبار درست میکنن. و این چیزی که شما در یوتیوب میبینید، در رسانه تلگرام میبینید، اینستاگرام میبینید، توییتر میبینید، این فعالیت‌ها و این پست‌هایی رو که میبینید منتشر میشه، ماحصل شاید حدود 30 نفر 40 نفر از اعضاست که شبانه روزی دارن کار میکنن و انصافا به نظر من جای تقدیر داره. شاید بعضا تو خود خبرگزاری ها هم به این سبک شاید کار نکنن. به نظر من خیلی جای تقدیر داره و یک تیم اینقدر منسجم و پرشور به فکر کارشون باشن. در رادیو هم همینطور. رادیو ما امروز 501 برنامه رادیویی هفتگیمون رو منتشر کردیم که این 501 من فکر میکنم هر برنامهش 7 بخشه، 7 بخشه که خودش این یک انصافا یک همت میخواسته که به اینجا رسیده و
باز هم این ماحصل تلاش های شاید 40 نفر، 50 نفر، 60 نفر از اعضای کانونه که داره این برنامه ها رو هماهنگ میکنه و به مرحله انتشار میرسونه. و این ضبط صداها یک مرحله شه و اون لحظه که برای بخش بندی ها تبدیل میشه و بعدش برای انتشار میره، شاید حدود 10 ساعت، 13 ساعت، بلکه شاید 15 ساعت زمان میبره تا این مرحله برسه که انتشار داده بشه. و واقعا یک کار بزرگه. و حالا ایستگاه های رادیویی که داره کار میکنه، از اون طرف باز یعنی رادیوهای لایوی که داریم، برنامه های متنوعی که داره، همه دارن تلاش میکنن و این برنامه به نحو احسن و برنامه های جدید و بروز، یعنی شما هر برنامه ای رو از در مورد اخبارهای اتفاق افتاده میخواهید، میتونید به راحتی در رادیو کانون ببینید، بشنوید. باز اگر هفتگی بخواید میتونید خیلی راحت روی رادیو کانون بشنوید اینها رو. و اتفاقاتی که میفته همه یک حسن و یک فعالیت کامله، یعنی نمیشه گفت با وجود اینکه خب رسانه‌ها خودشون هم دارن فعالیت میکنن در سراسر دنیا، نمیتونن تمام اخبارهای نقض حقوق بشر رو پوشش بدن در ایران که اتفاق میفته، ولی واقعا این اتفاقات ما داریم تو کانون با تمامی تلاشمون میکنیم که بیشترین اطلاعات رو کسب کنیم و منتشر کنیم. این هم موضوعی بود که میخواستم خدمت دوستان بگم جهت اطلاع. آقای شفایی، یه سوالم داشتم خدمتتون، این که من یادم یه سری کتابهایی در خود کانون هم چاپ شد قبلا، من دوست داشتم که در مورد این هم برای دوستان توضیح بدید، چون که به نظرم اون کتاب هایی که در حال سال 89 اگه اشتباه نکنم 1389 منتشر شد و چاپ شد، یکی از کارهای فوق‌العاده بود که در خود کانون انجام شده بود و تماما ماحصل تلاش های اعضای کانون بود. من دوست داشتم که در مورد این هم یه توضیحی بدید، اگر که بگید خوشحال میشیم که در این باره هم بشنویم. بفرم اگه دوستان دیگه هم سوال دارن لطفا دستشون بالا کنن. آقای شفایی یه چند ثانیه صبر کنید، اگه سوال دیگه هم هست که دوستان در خدمتشون باشیم سوالشون رو بپرسن. آقای سبزیان من خواهش میکنم که آمار اون ماهنامه های کانون رو شما نوشتید یک بار، اگر حالا خواستید سوالم بپرسید در کنارش اون رو هم بگید، چون حالا من دیدم ولی خب از زبان خودتون باشه خیلی بهتر. ممنونم. درود و وقت بخیر خدمت همه عزیزان. والا فکر کنم بهتر باشه خانم رضاوند در مورد ماهنامه ها صحبت کنن، چون مسئولیش ایشون هستن. من فقط آخرین شماره ها رو نوشتم که 304 واسه آزادگی میشه و 247 واسه بشریت. و سوالی که داشتم در مورد کانون، واسه هم همیشه سوال بود وقتی که دقیقا روزی که اومدم تو کانون تا الان، من همیشه برام سوال بود چرا ما بخشی به نام بخش بین الملل نداریم. حالا شاید هم حتما دلیل خاصی داره و از آقای شفایی خواستم سوال کنم که تو این 20 اندی سال آیا بهش فکر کردن، آیا در موردش تا حالا فکر شده؟ چون من قبول دارم ما در مورد ایران هستیم و بیشتر در مورد ایران صحبت میکنیم، اما این حمایت بین الملل به نظر من نمیشه دست کم گرفت. حالا من اسمها همیشه یادم میره متاسفانه، اون شخص سیاه‌پوستی بود که توی آمریکا حالا پلیسا سربشتش کردن و کل دنیا بلند شد و اتفاقایی که توی ایران میفته متاسفانه خیلی ها نمیدونن. مثلا من با همین دوستایی که حالا توی حالا دانشگاه هستیم و بقیه دوستایی که حالا آلمانی هستن صحبت میکنم، من میگم که خانوم ها حق انتخاب ندارن برای اینکه انتخاب کنن همسرشون کی باشه، بعد یا اینکه حق خروج ندارن بعضی موقع حق و خیلی حقای دیگر نهارن، تعجب میکنن اصلا نمیدونن. و اگر اینا باشه به نظر من و بخش بین الملل باشه، خیلی چیز جالبی میشه و اینکه حمایت میشه. حالا بعد سوالم بود آقای شفایی که آیا توی این مدت حالا شده اصلا در موردش فکر کنن، یا از شاید اصلا دلیلی داره که تا الان به سمتش نرفتم از توی این قضیه و این موضوع؟ خوشحال میشم در این موردم اگر آقای شفایی صحبت کنن. ممنون میشم. ممنونم آقای سبزیان عزیز. بله متوجه شدم، چون که ماهنامه رو شما نوشته بودید، من حالا در جواب اون سوالتون
متوجه هستم خانم رضاوند عزیز که دارن زحمت ماهنامه و نشریه رو دارن میکشن، فقط من باب اینکه نوشتید گفتم که حالا به زبانم بگید خیلی بهتره. مرسی از لطفتون و آماری که دادید. آقای شفایی در خدمت شما هستیم با سوال دوست. خب مرسی. عرض کنم که خب میگم داستان زیاده، صحبت کردن خیلی زیاده و الان هم میبینم رازی که یک ساعت و نیمه وقت شما رو گرفتیم، ولی به نظرم اگر یه چند تا مطلب هم عنوان بشه بد نیست. ببینید یکی از مواردی که من میتونم بگم، خب شما میتونید لذت ببرید ازش، ما در ماه منهای این یک سال اخیر که 14 تا جلسه داریم، قبل از اون بین 20 تا 25 متوسط اگر بگیم 20 جلسه ما برگزار میکنیم، در هر جلسه حداقل 5 نفر منهای بحث آزاد صحبت میکنن، میشه 20 ضرب در 5 میشه عدد 100، یعنی سالی 1200. فرض رو بر این بذاریم که ما تو 10 سال اخیر این کارو کردیم، ما 12,000 مطلب صحبت شده با ذهنهای متفاوت منهای 10 سال 11 سال قبلش. بعد فقط روش فکر بکنیم ما ببینیم چه اعتباری دارید شما ها. یک، من دو تا مطلب دیگه بگم. اولا در مورد کتابا، ما سال 88 کمیته هامون اطلاعاتو به روز با تحلیل در سایتمون برقرار کردن. ما برای اینکه بتونیم این اطلاعات رو مدون بکنیم سایت رو تخلیه کردیم، سایت رو آوردیم توی کتاب و 5 تا کتاب چاپ کردیم برای کمیته اقوام، برای نزدیک 500 صفحه، کمیته دانشجو، کمیته زنان، کمیته کودک و کمیته ادیان. و این کتاب ها رو چاپ کردیم، اسم گذاشتیم و کتاب ها رو فرستادیم کتابخونه. و اصلا وقتی برای کتابخونه ایرانیان در هانوفر بردیم، کلی در واقع کیف کرده بودن، میگفتن اصلا ما دنبال یه مرجع میگشتیم که همه اطلاعات این دوره یک ساله به اصطلاح درگیری های سال 88 رو داشته باشه و همکارای ما جمع‌آوری کرده بودن و اونجا گذاشتیم. سال بعد هم اقدام کردیم، ولی سال بعد مثلا کمیته اقوام شده بود 1400 صفحه، یعنی دیگه توانایی چاپشو نداشتیم، چون چاپ کردنش خودش هزینه داره، یعنی هر یک کتاب دونه 20-25 یورو میافتاد و عملا بار مالی سنگین داشت. البته به فکر هستیم که اگر امیدواریم بچه ها بتونن توی این سال یک گزارش حالا بدن تا برای گزارش سالیانه بدن، ما دیگه بتونیم هر سال یه گزارش سالیانه آماری به صورت کتاب بدیم بیرون که حاصل کار کمیته هامون هستش و بتونیم ارائه بدیم. این یه مطلب. یه مطلب دیگه بگم راجع به بخش بین‌الملل. در مورد بخش بین‌الملل من اینجوری میتونم توضیح بدم که خیلی دلمون میخواد، نه اینکه دلمون نخواد، خیلی دلمون میخواد، اما فقط دلخواستن نیست، یه توانایی لازم داره. ما الان توانایی کار برای ایران رو پیدا کردیم، کمیتهش رو زدیم، همزبون داریم، میتونیم بنویسیم، میتونیم بخونیم، میتونیم مقاله بدیم، میتونیم شناسایی کنیم، یعنی همه امکانات رو الان ما در زبان فارسی خودمون ایجاد کردیم. الان دیگه داریم میگیم آقا تو پیوندهاتون اینا رو بذارید، یعنی از اینا انتخاب کنید به عنوان گزارش دادن. در همه این کارا داریم جا میفتیم، اما بخوایم بریم وارد یک جامعه بین‌الملل بشیم، اول باید 3 زبان کامل بلد باشیم. زبان عرض کنم که لاتین، فرانسوی
انگلیسی، حالا آلمانی، یعنی باید این زبان ها رو بلد باشیم که بتونیم تو جامعه بین الملل جواب سلام ما رو بدن. دیگه تو جامعه بین الملل با زبان سرخپوستی نمیتونیم کاری انجام بدیم. این یه مورده. برای اینکه دوستان بدونید سال 2013 در دسامبر 2013 ما یک مراسمی رو برگزار کردیم در همین شهر هانوفر که آقای دکتر لایجی رو دعوت کردیم به عنوان 50مین سال فعالیت حقوق بشریشون برای قدردانی از ایشون. همزمان خانم شیرین‌آبادی هم به احترام آقای لایجی تشریف آورده و شهردار شهر هانوفر تو جلسه شرکت کرده. مراسم بسیار خوبی برگزار شد، نزدیک بیش از 200 نفر اومدن، بچه های کانون هم خیلی زحمت کشیدن. دوستمون آقای توکل اولین بار رادیومون اون روز راه اندازی کرد و رادیوی زنده داشتیم، مراسم رو پخش میکردیم زنده و بعد از اون دیگه رادیوی ما ماندگار شد که الان هم به قول معروف 501مین شمارش رو برگزار کردیم که حاصل 10 سال فعالیته، چون هر ماه هر سال 52 هفته است و ما هر هفته حساب کنیم 10 سال هر هفته برگزار شده. این در واقع جزء کارهایی که انجام شده، جزء هم صحبت اولی هست که میگم ما یه تاریخچه داریم، این همون در واقع خود تاریخچه هست. در این مراسم که برگزار شد، موقعی که آقای دکتر لایجی میخواستن برن، در 12 نفر از بچه ها دور هم بودیم، ایشون خیلی تقدیر کرد از جمع فعالیت کانون و در اونجا از من دعوت کرد و گفت بیاید عضو کنفدراسیون جهانی حقوق بشر بشید. کنفدراسیون جهانی حقوق بشر شامل 173 یا 4 کشور هستش، یعنی در و خود آقای لایجی اون موقع مدیر به اصطلاح رئیس هیئت مدیره در واقع یا سخنگوی اون کنفدراسیون جهانی بودن که 2 سال بعد در واقع شدن عضو افتخاری اون کنفدراسیون جهانی و گفت ما، یعنی ایشون و خانم عبادی، میتونن ما رو تایید کنن و ما وارد این کنفدراسیون بشیم. ما هم خیلی خوشحال، یعنی داشتیم کیف میکردیم دیگه، تو عضو کنفدراسیون جهانی حقوق بشر هستیم، یعنی هر حرفی ما زنیم یه لشکر حقوق بشری هم با ماست. یه شرط اومد وسط، ما بایستی سالیانه 5000 دلار حق عضویت بدیم. ترمز کردیم دیگه، چون ما در سال اون موقع 2500-3000 یورو مثلا پول جمع میکردیم دیگه، مثلا همون موقع که مراسم برگزار کردیم 3000 یورو به دکار شدیم، مثلا به چند تا آدم های خیر هم اومدن کمک کردن، برامون ماشین مجانی گرفتن، پول هتل دادن، از این کار رو کردن تا تونستیم مراسم رو برگزار کنیم. ولی تا 1 سال خودهی داشتیم بدهی ها رو خورد خورد میدادیم به چاپخونه و به این برامون. من میخوام بگم که این یه دلیلشه که دیدیم مشکل مالی داریم. حتی اون فعالی دفاع از حقوق بشر هم در اروپا و آمریکا می‌خواستیم مثلا بریم برای با سازمان ملل، یعنی بین مثلا دیدبان حقوق بشر بریم عضو اونجا، ولی اون بعد سالی 30000 تا بود و ما هیچ کدوم در توانمون نبود. علتش اینه که ما خواستیم استقلال خودمون رو داشته باشیم، یعنی اگر می‌خواستیم همین الان هم می‌تونیم بریم به دولت آلمان بگیم آقا ما مثلا این پروژه رو داریم مثلا 50000 تا 100000 تا بدیم، ولی نمی‌کنیم. چرا؟ وقتی که میریم به یه حزبی، به یک دولتی، به یک ارگانی بگیم اینو به ما کمک کن، اون خواسته از ما خواهد داشت. خواسته رو کجا می‌تونیم جواب بدیم؟ ما در یک مقطعی دوستانی داشتیم در مجموعه‌مون که اینا رفته بودن با آمریکا مکاتبه کرده بودن، چون اون موقع آمریکا بودجه میداد برای کسانی که دموکراسی خواه بودن و پول میدادن، مثلا 70000 تا 80000 تا 100000 تا پول میدادن سالیانه که ماها به عنوان اینا هم رفتن مکاتبه کردن. خب سایت ما رو دیده بودن، خب ما حقوق بشری هستیم، در واقع اونا به اصطلاح پذیرش زمینیشو کرده بودن. به من که مطرح کردم من 100% مخالفت کردم. در این مخالفت ها، بحث و گفتگو، رفتیم تو مجمع، 40 خورده نفر جمع بودیم تو مجمع، اینا اصرار کردن یا حالا مجمع داریم بیایم رای گیری کنیم. من گفتم که باشه، من حرف برای رای گیری ندارم، فقط من چند تا سوال دارم.
یکی از سوالام این بود، چون هم باگوی بود که آمریکا حمله میخواد بکنه به ایران، گفتم الان آمریکا حمله میکنه به ایران، ما هم داریم از آمریکا حقوق میگیریم. حالا ما به عنوان یه فعال حقوق بشر وابسته به آمریکا باید بگیم آقا زنده باد آمریکا که حمله کردی، یا بگیم نه نباید حمله میکردی که نشدنیه، یا هیچی نباید میگفتی؟ جواب منو دادن دو سه نفر بودن، گفتن آقا راحت، ما دیگه دنبال اونا نمیریم. گفتم یعنی پس از الان داریم کلاهبرداری میکنیم؟ من کلاهبردار نیستم، ما دنبال کلاهبرداری نیستیم، ما داریم یک حرفی رو میزنیم که پایه داره، اساس داره، استعدادش خواهیم پولو میگیریم دیگه، با اتوبوس میریم میایم جمعمون دیگه، لازم نیست ما مثلا پول جی بی بدیم بریم بیان، یا اگه مثلا داریم تظاهرات میذاریم دیگه پولو داریم پول بدیم، اگه میایم هتل هست بگیریم، یعنی در واقع تو اون خط. گفتم نه و مخالفت کردم. بعد از رای گیری فقط 4 نفر رای دادن، یعنی از اون 47 نفر بودیم 46 نفر بودیم، بقیه بعد از حرف من متقاعد شدن. بعد که تموم شد گفتم حتی اگه 45 تاتون هم میگفتید این، من میگفتم نه، چون ما خطمون خط استقلالمونه، ما اول باید مستقل باشیم تا بتونیم فعال حقوق بشر باشیم. یعنی این دوتا مترادف همه، استقلال یکی از حرکت‌های اصلی هر آدمیه که میخواد کار حقوق بشر بکنه. اگر فعال حقوق بشری مستقلیم. چرا؟ چون هزاران حادثه وجود داره که به سلیقه هامون نمیخوره، ولی باید ما اون استقلالمون داشته باشیم و کار درست و حرف درست رو بزنیم. اینم یکی از مواردی بود که من در جوابت به ذهنم رسید گفتم مطرح کنم. از همه اینا مهمتر، فرض بریم پول داریم میتونیم بدیم، زبانم داریم، همه خدماتم داریم، ببخشید چند نفر نیرو لازم داریم؟ چون میخواییم راجع به دنیا حرف بزنیم، چند نفر رو مستقل کنیم؟ ما الان کمیته مثلا فلان 15 تا عضو داره، در به در دنبال عضو میگرده. خب الان ما بیاییم یه جریان بین الملل هم انتخاب بکنیم بذاریم، خب باید 20 تا 30 تا افراد که همه زباندان باشن، بعد تا از این 20 تا بگیم آقا شما 10 تا مال مثلا شرق آسیا، شما مال خاورمیانه، شما مال مثلا نمیدونم جنوب آمریکا. خب ما باید قدرت داشته باشیم حرف بزنیم، استدلال کنیم. اگر یه اطلاعیه اعلامیه میدن ما باید صاحب نظر باشیم، و واقعا در توانمون نمیبینم، یعنی در توان این تیمی که الان داریم نمیبینم. ما 2 سال پیش تلاش کردیم یک کمیته روابط عمومی رو تقویت کنیم، کردیم، دست خانم کیا درد نکنه، زحمت کشیدن، گروهاشو آماده کردن، اما تک تک اون افرادی که قرار بود تو این کمیته کار کنن غیب شدن. حالا غیب شدن که نه که بگم بده، نه به معنای بدش، به معنای خوبش، خب نتونستن ادامه بدن، ولی تمام اطلاعات جمع‌آوری کردیم، شاید بالای 200 تا ارگانو آماده کردیم، لیستشو آماده کردیم داریم، ولی توان حرکت نداریم، چون باید اینا آدم ها روش کار بکنن، مکاتبه کنن، به اون زبان مکاتبه کنن، حتی به فارسی مکاتبه بکنن. اینه که این اشکالات واقعا وجود داره و نتونستیم تا الان. امیدوارم یه روزی مثل خود جناب علی که الان دانشگاه میری، تبریکم بهت میگیم که قبولم شدی، دیگه روز به روز موفق تر. وقتی در اوج موفقیت بودی بیا بگه زبان آلمانی من پرفکته، 10 تا آلمانی همراه من، بیاین بشینیم پای این قضیه، مثلا حداقل با خود آلمان مثلا کار کنیم، یا آقا انگلیسی خوبه بریم مثلا با فلان کشور کار کنیم، بعد یواش یواش بتونیم این رشد رو پیدا کنیم. منم امیدوارم که به همون 150 سالی که دلم میخواد برسم و اینا رو ببینم اون موقع دیگه. خب حالا یه داستان دیگه هم بهتون بگم. خسته نشدیم؟ من یادتون باشه گفتم که خیلی انگ میزدن به من که من جاسوس جمهوری اسلامی هم، مخصوصا تو شهر برمه، چون تازه رفته بودم، بعد 3-4 سال کار کرده بودیم، بعد شما بعدم هانوفر، بعد تو هانوفر گفتن نماینده CIA هستم و اینا، ولی من اصلا گوش نمیدادم، من کارم رو انجام دادم، رو به جلو میرفتم. یک دوستی به من زنگ زد از شهر کل، دوست کنه یا آقایی نمیدونم اسمش هم مثلا یادم نیست،
گفت یه فیلمی درست شده به اسم با من از دریا بگو، تو اینترنت سرچ کنی میاد پوستری که ما درست کردیم و اینا میاد. یه فیلم سینمایی یه آقای در انگلیس درست کرده بود این فیلمو، داستان یه دختریه که اسمش دریاست و در زندان متولد میشه و زندگی نامه ایشونه که فیلم شده بود. ایشون به من گفت شما ماشینم امکانات دارید، ما می‌خواستیم این فیلمو بیاریم در هانوفر نمایش بدیم و می‌خواید بلیط فروشی کنیم، جایی هم شما بگید هزینه شما میدیم. گفت آقا نه، اونو مهمون ما سالن براتون میگیریم، تشریف بیارید. ما سالن گرفتیم، سالن بزرگ گرفتیم و پوستر درست کردیم، تبلیغ کردیم، خودشون هم تبلیغ کردن و قرار شد که اولا فیلم ساز بیاد، بعد نه همین دوستمون از کل تشریف آوردن. یه میزی گذاشتیم ایشون بلیط فروشی کنه، بلیطاشو بفروشه، آدم هم که میخواد بلیط بخرن برن تو. یهو دیدیم یه حدود 30 نفر دارن میان بالا، بچه های برمن هستن، همون بچه‌هایی که در شهر برمن علیه من صحبت میکردن، که بچه‌های حالا اسمشون شاید درست نباشه الان بگم، دوستایی که علیه من صحبت میکردن، منو جاسوس میدونستن، آقا اینا اومدن دور ما رو گرفتن، ما رو بغل کردن، بوسیدنمون، گفتن آقا ببخشید، تنها کسی که هنوز که هنوز داره کار میکنه تو هستی. این سوال ماست 2014 است، یعنی 10 سال بعد از برمن من اومدم بیرون، اینا باز اومدن از من در واقع صحبت کردن، روسی کردن، عذرخواهی کردن. دلیلش چیه؟ دیدن من کارمو دارم میکنم، من اصلا به این حرفا گوش نمیدم. حالا اگه من باید وای میسادم، نه من نمایندش نیستم، خاک بستر این، خاک بستر من، اصلا چه درد میخوره توضیح بدم، توجیه کنم. ما یه سری کار داریم انجام میدیم، الان هم شما همینید، شما الان یه کاری رو دارید در یک تیمی انجام میدید، این تیم سایت شما، نقش شماست، نگاه شماست، تصویر شماست، شما باید با افتخار به این نگاه بکنید. این همه اطلاعات عمومی، این همه کلیپ درست شده، این همه نظم داره. همین خود آقای سبزیان یکی از لطفایی که کرده با آقای سال قبلم، آقای اسمشون که مالزی هستن که الان رو جلدم کار میکنن، آقای داربویی زحمت کشیدن سالها، تقویم سالیانه درست کردن به زیبایی، الان هم دارن تقویم درست میکنن برای روزهای جهانی، برای هر کمیته. ببینید اینا همه ارزش های شما هاست که شما یک مجموعی دارین کار میکنین که هر چیزی رو که اراده کنید توش میتونین پیدا کنید. ببینید همه با اسمشون، تلفنشون، آدرسشون، ایمیلشون همه در کنارتون هستن و یه سایتی منظم داره برای شما کار میکنه. هر آن اراده دارید، هر نقطه ضعفی پیدا بشه، 3-4 نفر عین عقاب میریزن سرش. حالا آقای صمد رضایی، آقای بیداروند، آقای حجتی، عین برق میریزیم سرش که عیباشو برطرف کنیم. یعنی اینا، یا آقای حمید رضایی، میگم اینا چیزاییه که حالا پرویزی که دیگه جای خود داره، حالا من هی دارم اسم یادم میفته تو بخش اینترنت و اینا، خب اینا اون چیزاییه که خب شما، برای شما، یعنی برای همه ارزشه که شما هر وقت اراده کنی میزنی سایتت میاد بالا، تمام اطلاعاتو میگیری، اینا همه هست. من در کل بازم تبریک میگم به هممون، تبریک میگم به همه شماها و تشکر میکنم از تمام دوستانی که از روز اول، از اون 8 نفری که با ما شروع به کار کردن و دیگه اصلا نیستن، نمیبینیمشون، تا دوستای دیگه‌ای که همینطور اومدن به مرور کم شدن، زیاد شدن، کم شدن، زیاد شدن، هر کدوم اثر گذاشتید. حتی اون دوستی که اومد اسمای ما رو پس و پیش میخوند، اونم اثر گذاشت، چون همون باعث شادی من الان 10 دقیقه میگیم میخندم باز بهش. نه به تنها، برای اینکه کار خودمون رو میگیم ببینید ما چه کارهایی کردیم. یا مثلا همون دوستی که میگه قطار پنچر شده، اینا اون چیزاییه که حاصل یک سری تجربه است و من واقعا کیف میکنم و نمیدونم دیگه چی بگم، پوز میدم، کیف میکنم، لذت میبرم و از همه تون متشکرم. یعنی از تک تک شماها، از تک تک همکارامون تا الان دارن کار میکنن، حالا اصلا دنبال اسم نیستم بخوام بگم، باید فقط اسم بشمارم دیگه، نه دیگه از خانم اشجعی رو بگیرم الا ماشاءالله همه رو اسم ببرم، ولی مخلص همتون هستم. مرسی. ممنون.
ممنونم آقای شفایی، منم خسته نباشی میگم هم به شما هم به اعضای کانون، و قطعا این موفقیت ها بدون تلاش و همکاری این عزیزان و همکارانی که هستن قطعا میسر نبود. مرسی از شما و اینکه من یه تشکرم بکنم از ماهنامه کانون، نشریه کانون، که واقعا هر ماه که میاد بیرون هی بهتر و بهتر و بهتر میشه و به نظر من یک الان کانون صاحب یک نشریه واقعا پرفکت و عالیه. آقای شفایی بفرمایید، شما در خدمتتون هستیم. دوباره من واسه پایانی ادامه بدم. خب من چون انقدر خوشحالم که در واقع یک همچین دوستانی یارانی در کنارمون هستن، فراموش کردم راجع به آینده صحبت کنم. ما برای آینده، ذهنیت من اینو میگه که ما اگر دقت کرده باشید امسال هیئت رئیسمون یک گروه قوی شده، مسئولین کمیتهامون همه با انرژی هستن، یعنی دلشون میخواد کار بکنن یا رو به جلو دارن کار میکنن. همین اینو من به عنوان یک پایه میگیرم در سال 22 و نگاهم برای سال 23 هست. سال 23 من ایمان دارم که کمیته های ما انتخاب شدن مسئولش با به قول معروف رقابت باشه، یعنی کمیته هامون 2 تا 3 تا رقیب داشته باشن، هیئت رئیسمون 15-20 نفر بیان رقابت کنن. و حتی فکر کردم به دوستامون هم گاهی مطرح میکنم که من آرزو میده که مثلا ما هیئت رئیسمون 9 نفر باشه، اصلا 11 نفر باشه، خیلی بهتره. چرا؟ وقتی هیئت رئیسه تعدادش میره بالا و تعداد افرادی هستن که بالاخره 2 سال کار کردن، اطلاعات دارن، میدونن، هر کدوم میتونن یه بخش کوچیکتری رو سرپرستی بکنن، نه که برن مدیریت مستقیم کنن، سرپرستی کنن. چون سرپرستی در واقع ایجاد ابداعات میکنه، میشه نوآوری کرد، میشه کار نو آورد. مثلا فرض کن توی مثلا یه مثال ساده، الان کتابخونه رو خانم رضاوند یه زحمتی کشید، بعد یه 2 تا ایده داد، آقا این کتابخونه ما این شکلی این شکلی، بریم یه کاری بکنیم. و بعد یهو دیدیم 7-8 نفر از خود بچه‌ها دور هم جمع شدن، ایده دادن، مرام دادن، پیشنهاد دادن، صحبت کردن. الان کتابخونه ما، من قول به شما میدم برای یه ماه دیگه برید ببینید، اصلا خاطرخواه کتابخونه میشید. یعنی این اصلا منم منم نبودم روز جلسه، اتفاقا من مهمان داشتم نتونستم بیام، ولی صورت جلسه رو خوندم، کیف کردم. این مال نشانه اون رشدیه که من فکر میکنم و باورم اینه که ما سال 23 درجه 1 خواهیم بود و اون وقته که دیگه منوچهر شفایی در کنار شماست، فقط نگاه میکنه. چرا؟ چون یک گروهی دارن کار میکنن، 40 نفر، 30 نفر، 50 نفر، همه با وجود و با عشق دارن کار میکنن. برای این کار میکنن که رو به جلو برن. اون چیزیه که بعدها متوجه میشید، چون این اتفاق اگر بیفته ما مطمئنن برای، حالا من یه زمانی میگفتم که ما 300 سال دیگه ممکنه جامعهمون سالم بشه، اگر این اتفاق بیفته من این رشد رو میتونم بگم 150 سال دیگه میفته، میتونم بگم 100 سال دیگه میفته. چرا؟ چون آگاهامون زیاد میشن، آدمایی که میتونن دیگران رو آگاه کنن بیشتر میشن و اون چیزیه که واقعا اتفاق خواهد افتاد. و بازم خوشحالم و مطمئنم که امسال سال عالی خواهد بود و از سال 23 دیگه درجه 1 خواهیم شد. مرسی. خودتون از حالا آماده کنین برای عضویت در هیئت رئیسه، عضویت در برای مدیریت نمایندگی ها، کمیته ها، بخش های مختلف. ایده بیارید، جای دیگه هم کار بکنید، خطای جدید ایجاد کنید، طرحهای جدید بدید، ما هم کیف کنیم. مرسی. ممنونم از شما آقای شفایی عزیز. ما هم یه تشکر ویژه میکنیم از خود شما که با هدف و پرقدرت تلاش کردید و کانون رو به اینجا کشوندید و اگر شاید با فشاری و اصرار شما و هدف شما نبود، الان این کانون وجود نداشت و
این مجموعه نمیتونست به این زیبایی و منسجم با هم کار کنن. من یه اشاره هم بکنم به حالا ما سوای کارهای حقوق بشری از نوروز 1400 شروع کردیم به یک کار جدید و در مناسبت‌های مختلف و یا هر سه ماه یه بار به طور فصلی یه سری جشن‌هایی هم برگزار کردیم که این هم برای شاد کردن هم اعضای کانون و هم کسانی که حضور داشتن و تشریف آوردن و هم کسانی که بعداً خب فیلمو در یوتیوب نگاه میکنن و در سایت های کانون میبینن. میخواستم خدمتتون عرض کنم که ما باز برای نوروز امسال هم این جشن رو داریم و از قبل سال تحویل تا خود سال تحویل و شاید یکی دو ساعت بعد سال تحویل هستیم و این جشن ادامه داره و فکر میکنم که ما فقط در سالی که گذشت به خاطر مناسبتی که اتفاقاتی که در خوزستان اتفاق افتاد خب اون جشن رو برگزار نکردیم، وگرنه بقیه جشن ها رو سر تایمش برگزار کردیم. این هم یکی از دلایلی بود که میخواستیم که شاد بودن رو هم به رسمیت بشناسیم، نه اینکه فقط بیایم از مشکلات بگیم و به قولی شاد بودن رو دیگه فراموش کنیم، چون شادی حق همه مردمه، حق هر انسانیه و ما این رو هم خواستم خدمتتون عرض کنم که این رو هم رعایت کردیم در کانون. مرسی آقای جعفری عزیز، صحبت‌های شما رو هم بشنویم و بعد حسن ختامی برام. دوستان اگر زحمت بکشید مایک آقای جعفری رو باز کنید ممنون میشه. آقای جعفری صدا رو دارید؟ خب بسیار عالی، متاسفانه صدای آقای جعفری رو نداریم. اگر که حالا در طول صحبت من صدا داشتن میتونن صحبتشون انجام بده. من جا دارید آقای شعبیزی ببخشید مایکشون بازه های. الان نمیدونم چه صحبت صدای من هستش؟ بله بفهم. با سلام مجدد و عرض خسته نباشید خدمت آقای شفایی و آقای پرویزی عزیز. ما حالا برای این جشنی که فرمودین فقط یه پیشنهاد داشتم، گفتم که مطرح کنم که اگه بشه مثلا به صورت حضوری باشه، چون به احتمال زیاد تا پایان مارس محدودیت ها برداشته بشن، اگر امکانش باشه فکر کنم خوب باشه. ممنونم. مرسی از شما آقای جعفری از پیشنهادتون. خب قرار شده یک کنگره برگزار کنیم در ماه مای، اگر که این اتفاق بیفته حتما حضوری خواهد بود، ولی برای جشن متاسفانه این امکان برای ما نیست، میسر نیست که بخوایم این کار رو انجام بدیم، ولی در هر صورت ما خیلی خوشحال میشیم که در خدمتتون باشیم، در خدمت همه دوستان و کانون در کنار هم سال نو رو با هم در کنار هم باشیم. من جا داره یه تشکر ویژه کنم از کمیته پژوهش بابت زحمتی که کشیدم و این جلسه رو برگزار کردم و از همکارانی که ما رو همراهی کردن در این جلسه، خانم مباشری فر به عنوان منشی جلسه، آقای حسنزاده، خانم کاویانی عزیز، خانم جهانبین گرامی به عنوان ادمین و ضبط صدا و ادیت خانم بیرجندی و آقای مصطفی منیری گرامی. آقای شفایی برای پایان صحبت های پایانی اگه صحبتی هست در خدمت شما هستیم، اگر نه به اتفاق از همه دوستان خداحافظی کنیم. مرسی از شما، ممنونم و مرسی که حضور داشتید، ممنونم از اینکه تشریف آوردید. امیدوارم که سال دیگه ما بتونیم برای همین مراسم سال روز تأسیس کانون یک جشن و یک مراسم پربارتری داشته باشیم، حتی بتونیم با حالا موزیک و برنامه‌های شادتری بتونیم این برنامه رو جشن بگیریم. مرسی از شما و صحبت‌های خوب شما آقای شفایی، خسته نباشید، میگم به همه و